باز دست بگیریم. میخواهیم داشت نداریم، میخواهیم شر زبر روستگاهی و اعتیاد رو، شر خیابان خوابی و بدبختی و مصیبت به 85% فقر ننگین سپا سر کشور رو میخواهیم شرش از سر این ملت کنده بشونم. میخواهیم دارایی های این مردم به خود این مردم تعلق داشته باشه. خب شب بخیر یاران گرامی، همیهنان عزیز در آریابوم و اروپا، و روز خوش به یاران ما همیهنان در آمریکای شمالی. خوش آمدید، خوش آمدید به اولین برنامه در حقیقت تصویری ما. و تفاوت نه فقط این است، تفاوت تنها در تصویری یا غیر تصویری بودن اون نیست، تفاوت در اتخاذ سیاست‌های جدیدی هست و حرکت انجمن پادشاهی به پیش. و اگر بخواییم دقیق تر بدونید، تقبل مسئولیت بالاتری که توسط تاریخ به انجمن پادشاهی سپرده شده. تمام این جریانات که میبینید اطراف ما و سطح فنی که میبینید، اینا همه موقتی است. میبایست در حقیقت الان استودیوی درست حسابی اینو میداشتیم، سیستم میکس صدا، الان صدایی که سرود ملی پخش شد با صدای استاد فولادوند، اونایی که اهل کار هستن میدونن که از طریق هوا به هم اتصال داده شده، بلکه این نباید اینطوری باشه، به صورت دیجیتال باید به هم میکس بشن و اینها احتیاج به زمان داره و یک مقدار هم احتیاج به پول داره. هر دوتاش در هفته های گذشته یه مقدار کم داشتیم، هم پول هم زمان، هم افرادی که سر جای خودشون میباز میبودند، ولی اینها نمیخوان اولین برنامه رو با این نقنق ها شروع بکنیم، بلکه با اعلام اهدافی که ما در پیش داریم و توجه به اون تغییر سیاست و قبول مسئولیتی که انجمن پادشاهی برای به سامان رساندن مبارزات نه 30 ساله بلکه 1400 ساله مردم ایران داره. ما بارها در صحبت‌هایی که
در رادیو داشتیم، در نوشتاری که در وبسایت داشتیم و گفتگوهای خصوصی که با یاران و دیگر اندیشان انجمن پادشاهی داشتیم، جزو شاید تنها نیرویی بودیم که غیر از دو سه تا دیگه معتقد بودیم این 30 سال به هیچ وجه به هدر نرفته، بلکه این 30 سال رو ما نیاز داشتیم برای یک سری تغییرات بنیادی. اون کسانی که در اوان انقلاب، خودم هم شاید بخشی از اون بودم، در جوانی فکر میکردند و فکر میکردیم که این تغییر و تحولاتی که انجام شده بی حساب انجام شده و یا اینکه به راحتی میشه برگردوندش و در راهی انداخت که سعادت ملی ایرانی ها در اون هست، این خوشباوری ناشی از اون بود که ایران رو نمیشناختیم، بخش بزرگی از تاریخ رو، تاریخ ایران رو نمیشناختیم، مشکلات جامعه ایرانی رو نمیشناختیم و رشد فکری، رشد اقتصادی و سیاسی رو اونجور که میبایست درک نمیکردیم. واقعیت همین است، درک نشد. اگر درک درست اون زمان موجود بود، اگر فرهیختگان و مسئولین فکری، رشد فکری جامعه خودشون در موقعیتی بودن که میتونستن مسائل رو بفهمن و به دیگران توضیح بدند، ایرانی ها در قادسیه دوم شکست نمیخوردند. اینکه شکست خوردند ایرانی ها و بخشی از گلمندی نسل من و نسل بعد از من به سیاستمداران، روشنفکران، فکر سازان اون زمان دارن، این بود که شما به اندازه کافی خودتون رو با مسائل ایران درگیر نکردید، نرفتید پیگیری بکنید، پرسش ها رو پاسخ بدید، پرسش های تاریخی رو پاسخ بدید، چرا این وضعیت برای ما پیش اومده، حتی در اون زمان چرا مسائل به راحتی کشورهای دیگه قابل حل نیست و عقده های تاریخی و مشکلات تاریخی کجاست. اینا همه پیشگفتاری شاید باشه برای اینکه ما در آینده چیکار خواهیم کرد. اون چی که امروز به خصوص در این روز، نخستین برنامه زنده تصویری دوران جدیدی از تبلیغات انجمن پادشاهی آغاز میشه، مسئله رسانه هاست که الان یاران هم روی خط هستن، درباره اون صحبت میکنیم. ما حدود 1 سال هست رسانه قوی که بتونه در حقیقت در دسترس همه ایرانی ها قرار داده بشه نداریم. چرا نداریم؟ علت فنیش رو میتونیم بگیم که پول نداریم، پولمونو تموم شد و اگر پول بیشتری میداشتیم میتونستیم همه هر کسی رو با پول بخریم، ولی یک مقدار بالاتر از اونه این ماجرا. ما هر قدمی رو که برمیداریم در راه خودمون به طرف جلو، دشمنان ما، من عمدن از دشمنان صحبت میکنم برای اینکه درد ما یکی دوتا نیست، ما فقط جمهوری اسلامی، فقط 4 تا آخوند دشمن ما نیستن. شاید بزرگترین دشمن ما جهل و نادانی بخش وسیعی از روشنفکرها هست که رژیم جمهوری اسلامی و قدرت‌های پشتیبانی او با استفاده از این بخش است که جلوی کار ما رو میگیرن و حرکت ما رو کوشش میکنند کند بکنن. رژیم جمهوری اسلامی و متحدان طبیعیش به سرعت فهمیدن که این حرکتی که آغاز شده به کدوم طرف میره.
به همین خاطر هم هست که میبینید در ایران غیر از مخالفینی که به صورت وسیع در مبارزات اخیر مدنی و اعتراضی شرکت کردند، لبه تیز حملهش علیه جمهوری اسلامی است. در ایران یک جمله‌ای هست از گاندی، این که دقیقا الان به خاطرم نیست، ولی مفهومش این است که دشمن اول شما رو ایگنور میکنه، انکار میکنه، بعد شروع میکنه به شما حمله کردن، نه بعد تدارک میبینه برای ضربه زدن و آخر سر شروع میکنه به زدن شما یا حمله کردن. این سه مرحله رو توضیح میده که در حقیقت وقتی به اون مرحله رسیدی، نشانه های پیروزی شما هم همراه اون هست. حالا شاید در فرصت های دیگه من این جمله شو که با همین نقلی که کردم در حقیقت از اعتبارش انداختم، اینو کوشش میکنم جلسه بعدی جبرانش بکنم و شاید یکی از یاران این کار رو انجام بده. اما مسئله اصلی این است که در این مبارزه، در این کارزار، یک طرف ما هستیم، یک طرف جمهوری اسلامی و متحدان طبیعیش. صحبت از قلف کردن، صحبت از منم منم کردن نیست. وقتی که ما میگیم در این کنتکست که گفتم، نیروهایی که برای آینده ایران پیشرفت و سربلندی بر اساس فرهنگ نیاکانی خودشون میخوان، به قول تئوریسین‌های جمهوری اسلامی سنتگراهای سرسخت، یا یه همچین اصطلاحی رو در مورد انجمن پادشاهی به کار میبره. و اینجاست که نباید تعجب بکنین که چرا در صحنه سیاسی ایران، و الان مطالب دیگری هم خواهم گفت که در صحنه سیاسی خارج از کشور، لبه تیز حمله جمهوری اسلامی علیه انجمن پادشاهی و تندر هست. البته این روزها هر کی می اومده میگه ما انجمن پادشاهی هستیم و یک عکسی و تصویری از خودش در یوتیوب میذاره، جای دیگه میذاره، همه اینا هیچ مخالفتی ما نداریم، به خصوص من به هیچ وجه مخالفتی ندارم. اگر 1000 نفر هم پیدا بشن مدعی انجمن پادشاهی ایران باشن، ما خوشحال خواهیم شد، برای اینکه حتی در مخالفت، حتی در امیتاسیون، حتی در اینکه خب یه بخشش خالصا مخلصانه، ولی بخش دیگرش کنترل شده توسط سازمان اطلاعات، ولی اونها هم کاری نمیتونن انجام بدن. اگر میخواهند حتی این جنبش رو بخواهند هایجک کنن، یعنی ابزارش رو به دستشون بگیرن، افسارش رو به دست بگیرن، کاری که باید انجام بدن اینن که یکی از ما بشن. کاری که ما میکنیم و قدم به قدم ارائه میدیم، راه حل ها رو میگیم، مراحل مختلف مبارزه رو توضیح میدیم، اینها باید پا به پا، مو به موش بیان و وسط راه ریغ بکنن، میبازن. الان امروز یک مثالی بزنم، شاید زیاد به این ربط نداشته باشه، منتها من میخوام این جمع رو برای شما یه مقدار توضیح بدم که چرا ماجرا از کجا آب میخوره که مجبور هستن نیروهای دیگه به این راه بیان، مجبور هستن کسانی که حتی میخوان ما رو امیتیرن بکنن، یعنی تقلید بکنن، مجبورن جانانه تقلید بکنن، نمیتونن نصف کار تقلید بکنن. یک باری قبل از آغاز برنامه زنگ زد و گفت آقای سکویی در تلویزیونش پیامی رو از آقای شایان کاویانی یا همچی چیزی در این موردی بیانیه میخونه یا مطلبی رو میخونه درباره بهمن جازویه، بهمن جازویه رامهرمزی یا به قول عرب ها ابن ملجم، که علی تازی رو از وسط قاچش کرد و به درک فرستادش و ما هنوز در
هفته بهمن جازویه هستیم و چنین روزی رو به همه یاران شادباش گفتیم و اکنون هم شادباش میگیم. وقتی یک نفر که مخالف سرسخت انجمن پادشاهی بود، حالا هم هست، در آینده هم خواهد بود، مجبور میشه مطالبی رو که انجمن پادشاهی مطرح کرده، استاد فولادوند اولین بار مطرح کرده و جزو دستورات و مبارزات فرهنگی انجمن پادشاهی است، اون رو بعد از 30 سال داره توی تلویزیونش قرقره میکنه. حالا بگذاریم از این که باز برای نون دادن و تو بیا تو تلویزیون من و بذار حالا کاسبی ما رو رونق پیدا بکنه، همه اینا به کنار، منتها این جبر تاریخیه. رهبری یعنی این، میگی مجبور میکنی دیگران رو بکنن. این رسانه ها، حالا امروز صحبت از رسانه هاست و چرا ما الان مجبور هستیم رسانه مستقل خودمون رو داشته باشیم و در حقیقت تجربه یک سال گذشته نشون داد که به هیچ وجه نمیشه مماشات کرد، به هیچ وجه نمیشه نزدیک شد با نیروهایی که خب بعدها مشخص شد آدم تا نره و نکنه به جایی نمیرسه، تجربه نمیتونه بیندوزه. ما اگر کوچکترین مماشاتی با نیروهایی که در خارج از کشور هستن، به خصوص رسانه های لس آنجلسی، بخوایم انجام بدیم، به خصوص از همین لحظه، به خاطر همین هم سیاست تغییر کرده، شکستن در شکست میخوریم، از اعتبار خودمون کاسته میشه و به اعتبار اونها میافزاییم. اونها هیچ کدوم اعتبار ندارن. آقای سکویی مجبور مطالبی که دکتر فرود فولادوند حدود 18 سال پیش مطرح کرد، اون زمان این تخم حرم ها در رسانه ها میگفتن که شما میگین دکتر مدرکت کجاست؟ آقای فولادوند دکتر نیست، فلان نیست، ولن نیست، همون آژیتاسیون های سازمان اطلاعات، برین حمله بکنین. همین مطلبی که آقای سکویی بعد از 18 سال مجبور شده در رسانه خودش بخونه، یک تم دکتراست. هیچ کس قبل از اون این مطلب رو نمیگفت، هیچ کس اگر هم کوچکترین اطلاعی از این مطلب داشت به خاطر بچه سید بودنش اون حرف رو نمیزد، برای اینکه یه دهی در ایران دارن نون میخورن از نام علی. ما همین بیانیه رو که فرستادیم، کلی از همین سبزها، اونایی که خودشون رو در چارچوب این مبارزه به حق میدونستن، صداشون در اومده بود. یا آقایی که دیگه من این واریاسیونش رو نشیده بودم، در نامش از آریا بودن، آریایی بودن صحبت میکرد، دو کوروش، از داریوش، از حقوق بشر آریایی بودن، و در ضمن به ما پرخاش کرده بود که شما چرا به علی این مرد آزاده توهین کردین و گفتین که این کشته شده بود. این الان چیزای تاریخیه، شما نمیدونید، اینجوری شما نهیده بودیم، آریایی آریایی، بعدم اسلام و علی. برگردیم به صحبت اصلی. بعد از 30 سال مجبورن این کار رو انجام بدن. کسانی هم که ادعا میکنن بله انجمن پادشاهی هستن، دمشون گرم، بیاین جلو کاری رو انجام بدین، ولی اونجور که باید انجام بدین. انجمن پادشاهی رو نمیشه تحریف کرد، فرود فولادوند رو نمیشه مقامش پایین آورد به و به یک قرآن خوند رسوند. فرود فولادوند مرد جنگی است، رستمه، قرآن خوند نیست، استراتژی، رهبر این انجمنه و خودتون میبینید که حرکت های ایران توسط چه کسانی رهبری میشن. نه بی بی سی کاره ایست الان، نه وایس آف امریکا کاره ایست، نه سپاه پاسداران قدرت مانور داره، نه آقای خاتمی، آقای موسوی میتونن هر کاری دلشون میخواد انجام بدن.
و نه زور تونسته کاری رو انجام بده. حدود 30 سال است این نیرو داره کار میکنه به صورت متمرکز. 5 سال 8 سال یا ماکسیمال 10 سال بعد از انقلاب اسلامی کارشو به طور متمرکز شروع کرد. ما الان یه سری از بچه ها تاریخچه یه انجمن پادشاهی رو دارن می نویسن، یعنی از جاهای مختلف جمع جور میکنن، ادیتش میکنن برای اطلاع، برای اینکه خب بعد از این حرکت ها نیروهای وسیعی به ما رجوع کردند. و یکی از سوال ها که خب برای ما حل، معمولا برای اینکه یک دوره 4-5 ساله برنامه های تلویزیونی دیدیم الان موجود نیست، خب رژیم با تمام توانش کوشش کرد که صدای ما بسته بشه و صدای دیگران باز بشه و شاید تقویت بشه. جمهوری اسلامی خیلی خوشحال هست از بیانات آقای رضا پهلوی، جمهوری اسلامی خیلی خوشحال هست از برنامه های تلویزیونی لس آنجلس، برنامه های آقای سرلشکر حقا، گروه عقاب. فکر کنم من جای جمهوری اسلامی بودم بیشک مرتب پول میفرستادم برای اینکه این رسانه ها سر جاش باشه. از شما چه پنهون همین کار را هم انجام میدن. این به معنی، حالا بول نگیرین، به معنی نیست که همه افرادی که در رسانه های لس آنجلس کار میکنن یا فعالیت میکنن همه وابسته به جمهوری اسلامی هستند. خیر، اینطوری نیست. جمهوری اسلامی جور دیگه ای کار میکنه و سیاست رسانه ها به گونه ایست که حتی خود اینها نمیدونن پولشون از کجا تامین میشه. پولشون از منابع جمهوری اسلامی تامین میشه بلا استثناء. این دیگه آخر سر برای ما مشخص شد، بلا استثناء. خب در این باب ما زیاد صحبت خواهیم کرد. یکی از دلایل این که ما رسانه مستقل خودمون رو باید داشته باشیم، خب یک سال همینجوری گذشت با این امید که خب حالا نمیتونیم خودمون یک رسانه مستقل داشته باشیم، حداقل با گروه ها و شرکت هایی که یک مقدار افکارشون میتونه نزدیک باشه ما با اینها تماس بگیریم. آقا شما که خودتون دارین ریق میکنین زیر این پول ها، مجبورید نمیدونم برنامه های باهایی طرح بکنید و این تبلیغ جایزه 10 میلیون رون آراد رو هی مرتب پخش بکنین. خب بیاین ما یه مقدارش هم ما پول میدیم، از برنامه های شما میخریم، این تبلیغ مبلغ های مزخرف هم بذارین کنار، تبلیغ های درست حسابی بذارین، اگه تاجر هستین تجارت درست حسابی رو از اونها پشتیبانی بکنید، کمونیتی های ایرانی پا بگیرن و اینقدر بی آبرو و بدبخت نباشیم. این در کمال سادگی خودمون. استاد فولادوند میگفت همه اینا وابسته به جمهوری اسلامی هستن، ما میگفتیم بابا این زیاد درست نمیگه، با این آدم خوبیه، این آدم فلانیه، این کاری کرده، اون کاری کرده. رفتیم دیدیم نه، استاد حق داشت. ولی خب حسن نیت خودمون هم نشون دادیم تا جای پیش رفتیم که بگیم ما هستیم و شما هستین و شما به ما کمک کنیم، ما به شما کمک میکنیم. ما قادر نیستیم، الان بودجمون نمیرسه، جمهوری اسلامی و عواملش فشار گذاشتن تمام منابع مالی ما قطع بشه، روی افراد فشار گذاشتن، آقا شما میخواییم بیاین ایران تجارت بکنین، اینا خبری نیست، از تندر خودتونو بکشین کنار. و از آغاز سال خورشیدی ایران سیاستشون شدیدتر شده در خارج از کشور و به صورت حملات مستقیم برن پیش میگن. حالا آقای متکی در مصاحبه‌ای که از رادیو اسرائیل پخش شد حدود 6-8 هفته پیش گفت ما با انجمن پادشاهی در لس آنجلس و لندن، در یک جمله دیگه در اروپا گفت، در جنگ هستیم.
ما میدونیم الان جمهوری اسلامی مستقیما در جنگ هست با ما، سیاستش هم در مقابله انجمن پادشاهی کاملا روشنه، سیاست نابودی ماست به همون روشنی که سیاست ما در مقابل جمهوری اسلامی است. ما هم قصد نابودی جمهوری اسلامی داریم، اساس بنیانش و هرچی در او هست، و در این کار ما موفق خواهیم بود. چرا موفق خواهیم بود؟ برای اینکه یک نهالی هستیم که دائما در حال رشده. جمهوری اسلامی در حال رشد نیست. قبول ندارید همین مراسم آقای احمدی نژاد با سلام و صلوات اومدن نیویورک، همین مراسم رو نگاه بکنید و نیروهای مقابلش رو نگاه بکنید. حالا گزارشاتی از سوی ما هم این راهپیمایی یا تظاهرات در مقابل سازمان ملل متحد گفته خواهد شد، یارانی خواهند آمد و مطالبی خواهند گفت. رژیمی که بعد از 30 سال ما تحت خودش رو نتونه جمع بکنه، نمیتونه با نیرویی که پس از 30 سال در بهترین موقعیت خودش هست و این موقعیت رو به افزایش هست، دیگران مجبورن از ما تقلید بکنند و دائما حرفش، برنامهش تأثیر روی سیاست‌های دیگران میذاره، نیروهای دیگه، و اونها رو قادر هست جلب بکنه. این سیاست شکست خورده است و آقای متکی بهتره از این قمپوزا در نکنه، خیت میشه. این که انجمن پادشاهی رو به رشد هست 100%، ما داریم میبینیم، ما عقبیم. ما به عنوان کسانی که باید در خارج از کشور با تمام توان تبلیغات بکنه میبینیم عقبیم. بعد از 1 سال الان یک استودیو موقته، اینجا یه پردهی کشیدیم، یه بخشی از دفتر من هست مرتب کردیم. الان من فیلم نمیتونم پخش بکنم، صدا بخوام بذارم، مطالبی هست که ضبط شده است، اینا رو من میخوام دربارش صحبت بکنیم. جمهوری اسلامی 4 تا فیلم علیه انجمن پادشاهی، علیه من، ایمان آفار و بانو دردانه تهیه کرده، مدت هاست توی چیز هست، اینا هنوز پاسخ داده نشده و این استودیو باید مرتب بشه و ما پاسخ میدیم دونه به دونه. وقت هم داریم تا زمانی که ما زیر فشار نیستیم، زیاد عجله نداریم. عجله من فقط برای این هست که شرایط رو فراهم بکنیم که نیروها هرز نرن. این تنها دغدغه خاطری است که ما داریم، برای اینکه فقط جمهوری اسلامی نیست، نیروهایی هستن که وابسته به خارج هستن و همین بغل گوش خودمون هستن، از اینجاش شروع میشه، آغاز میشه تا در سطوح همین دموکرات ها، نمیدونم، نیروهای طرفدار اروپا، نیروهای کوتاه سخن، موالی های سنتی ما، این بالای 60 ساله ها، 70 ساله ها، اینا ولکن نیستن. اینا رو تا تو گوششون نزنی که دمر بیافتن زمین، صدای سگ بکنن، اینا ولکن نیستن. مرتب میشینن 24 ساعته تئوری میبافن که چجوری، چرا ایران باید نوکر فلان بلوک باشه. دغدغه خاطر ما اینا هستن. دغدغه خاطر ما مثلا لاشه مرده مجاهدین هست، از اینا چی در میاد؟ بالاخره سر این جوان ها چه اتفاقی میافته؟ ما چه کاری میتونیم بکنیم اینا رو نجات بدیم؟ چه کاری میتونیم بکنیم این نیروی مجاهدین به تندر بپیونده؟ اینا مشکلات اساسی ما، مشکلاتی که نیروها دارن میپیونده. از این مشکلات ما نداریم، دیگران مشکل دارن. آقای سکویی مشکل داره که مجبور الان بره صحبت های 17 سال پیش آقای استاد فولادوند رو بیاره برای رونق گرفتن تلویزیونش مطرح بکنه. او باید حساب کتاب بکنه چقدر از
رضا پهلوی دور بشم، صرف میکنه صرف نمیکنه، چقدر کی بچسبم به شایان کاویانی، اصلا این تندریا چی کار میکنن، اینا شاید بیان کاسه کوزه من، ما این حسابا نداریم، رو به رشد هستیم، مشکلمون این هست که ما عقب هستیم، جوانا جلو ان میخوان ما نمیتونیم. زیادی صحبت کردم روی خط، درود میفرستم به نیکدل صاحب این رسانه، نسل او، نسل نیکدل صاحب این رسانه است، صاحب تندره، جزء بدنه تندره، حرف او حرف تندره، و وقتی او حرف میزنه و هم نسل او حرف میزنه گوشای ما خیلی تیزه. وقتی نسل آقای سکویی و بالاتر از اون و اویسی و این کوری کچلا صحبت میکنن، ما همین بغل با ماس همون کار میکنیم، گوشی رو هم میذاریم همین بغل، بذار حرفاشون رو بزنن، دعواهای شاه و مصدقشون رو انجام بدن، آخر سر هم چیزی از توش در نمیاد. درود به شما میفرستم نیکدل گرامی، امیدوارم صدا خوب باشه. اگر شما اونجا صدا رو از طریق تلویزیون میشنوین یک فیدبکی بدید که همه چی درسته یا نه، داریم برای خودمون صحبت میکنیم یا صحبت ها شنیده میشه. گرامی با درود بخسته نباشید خدمت شما، من صدا رو از روی اسکیپ داشتم نگاه میکردم، تلویزیون رو از روی چیز نگاه تصویر رو داشتم نگاه میکردم، اگه اجازه بدید، چون یک مقدار اکو میشد صدا، من برای اینکه صدا خراب نباشه صدا رو بستم، اگه اجازه بدید یک مقدار من برم نگاه بکنم ببینم. خب نه، خب من هم اینجا تست میکنم، شما مطلبتون رو بگید. در این چند هفته که ما نبودیم در حقیقت در حال راه اندازی یه سری کارا، نه فقط همین استودیو بودیم، در دنیا و این مبارزات چه گذشت؟ بله، درود میگم به خدمت همه شنوندگان رادیو تندر و همچنین بینندگان رادیو تندر، به خاطر نماشه خدمت شما جمشید گرامی، و اونطور که شما در پیش گفتار بر راه اندازی برنامه گفتید میخواستید برنامه رو با یک پیک شراب جاودان ایرانی آغاز رو کنید، نمیدونم پیک شراب حد دارید؟ بله بله، خدمت رو بگم و همه یارانی که در حال دیدن هستن با یک درود گفتنی به پاک به میهنمون ایران و همه یاران انجمن پادشاه ایران برنامه رو شروع بکنیم. میدونم شما پیک شراب رو دارید داریم، منتظر بودم که یاران دیگه هم تک به تک حالا یا با همگام بیان، ایمان آفر هست، بانو دردانه هستش، بعد بله حتما من پیکمو دارم. نه خواهش میکنم. نه گرامی، توی این 3-4 ماه گذشته، اون 3-4 هفته گذشته، خب ما میبینیم که خیلی مسائل بین‌المللی سیاسی بسیار متفاوتی اتفاق افتاده. در رادیو فردا، رادیو بی بی سی همچنان به دنبال چون و چراهایی هستن که آیا موج سبزی رو که آخوندها یا کروبی و موسوی فرماندهی رو به عهده دارن و انجام میدن، به کجا میره، به کجا، از کجا آمده و کجا خواهد رفت. بعد در امور بین الملل در اروپا یا در آمریکا میبینیم که چگونه یک سری اعتراضاتی که افراد واقعا میشه گفت از نظر سیاسی این افراد هیچ گونه شمی سیاسی بله بله. هیچ گونه آگاهی تاریخی فرهنگی ندارن در امور سیاسی و حتی در مورد مملکت خودشون هم اونطور آگاهی رو که یک جوی دانش آموز سوم راه نمایی که خب میاد ندارن، متاسفانه اسم استانهای ایران رو نمیدونن، اسم شهرستانهای ایران رو نمیدونن، و خب در اروپا هستن و همونطور شما میگفتید که اینها ناخواسته برای انجمن برای جمهوری اسلامی قدم برمیدارن و اینها رو سربازان گمنام امام زمان جمهوری اسلامی خطاب میکنن، چون اینها ناخواسته و به خاطر نادانی خودشون و نادانی رو که در نادانی و ناآگاهی که نسبت به مام میهن خودشون دارن کار رو انجام میدن که میشه گفت راه رو برای آزادی خواهان ایرانی ناهموار میکنن و راه رو برای انیران هموار میکنن. نمونه هاش بسیاری هست، مانند شرکت 3-4 نفر
فیلم بردار، حالا من اسمشون هم میتونم بذارم، مثل مخملدار، دخترای خود دخترای آقای مخملدار سرن سلسله سلطنتی میشن، سلسله سلطنتی مخملدار در اروپا. یک خانم دیگری به اسمه که توی ونیز شرکت کرده بود به نام آوداشلو، یعنی حالا من اسمشون درست میگم یا نه. و یک مقدار استاد همیشه به اینها به اسم پتیاری های سیاسی از اینها نام برد می برد. حالا ممکنه در فرهنگ روزمره ایرانی اگه ما کلمه پتیاره رو استفاده بکنیم ممکنه بعضی ناراحت بشن بگن چقدر بی تربیت از این فرد، ولی خب اگر ما افرادی به یه خورده جوانی خورده پیرتر هستند و صحبت بشه، کلمه پتیاره یعنی فرد بدجنس، از فردی که از نیات و ذات بد برخوردار هست. و در مقابل پتیاره ها ما در آینه زرتشتی پتیاره ها رو داریم و در مقابل پتیاره ها فرورها رو داریم که فرورها نشانه خوبی، سرشت، پاکی، خودخواه، خرد اندیشی، خوب زیستن و خوب کردار انجام دادن و خوب فکر کردن هستش. و پتیاره های سیاسی هم که استاد همیشه میگفتن در اروپا موجود هستن، اینها اومدن و یک چهره دوگانه ای رو که میشه گفت از یک طرف جمهوری اسلامی نمیخواد ازش استفاده بکنه و از یک طرف هم به عنوان آخرین برگ برنده خودش استفاده میکنه، و اینکه اسلام خوب هست و این آخوندها بد هستند. کسانی که در دهه 60 و اوایل دهه 70 در پرپاچه آخوندها در جمکران به پابوسی دستبوسی آخوندها میرفتند، میبینیم که چگونه در اواخر دهه 70 از ایران خارج میشن، میرند در شهرهای اروپایی گم میشن، در کشورهای آمریکا، شهرهای آمریکایی گم میشن، و در اوایل دهه 80 و نیمه های دهه 80 شمسی اینها میان و صدای خودشون رو بلند میکنن به عنوان کسانی که دگراندیش هستند، کسانی هستند که واقعا به ایران فکر میکنن و واقعا به ایران میاندیشن، ولی افرادی هستن که در پشت پرده در خدمت جمهوری اسلامی قدم برمیدارن و راه رو برای جمهوری اسلامی آزاد میکنن. ما یادم نرفته چه کسانی سپاه بازداران رو در سال 57 تأسیس کردن، در صورتی من اون موقع متولد نشدم، ولی خب من شخصا میدونم. ما یادم نرفته در دهه 60 سال 61 62 چه کشتارهایی رو در کردستان انجام دادن، ما یادم نرفته در خوزستان چه کشتارهایی رو آخوندها و پاسدارانشون انجام دادن، ما یادم نرفته در دهه سال 67 نه تنها مجاهدین رو در زندان ها بلکه دیگر اندیشانی رو که در زندان ها به سر می رفتند به اعدام های دست جمعی سپردن. حالا بعضی از مجاهدین هستن میان و فقط ادعا میکنن که در سال 67 فقط مجاهدین کشته شدن. خیر، در سال 67 یا 66 و سال 68، یعنی چی گفت فقط سال 67 نبود، حتی چی گفت هر روزانه جمهوری اسلامی از دیگر اندیشان کشتا در سال 67، به غیر از کشتن هزاران هزار مجاهدی که در زندان ها بودن، به غیر از اونها بسیاری از دیگر اندیشان و خردمندان ایرانی رو هم در زندان ها و بیرون از زندان ها کشتن. و خب صداشون در میاد و خب سازمان مجاهدین هم مثل کسی که ارث باباشو طلب داره اومده و از تمامی کشته شدگان سال 67 و از کشته شدگان طرفداران خودش حساب میکنه و خودش رو از این قضیه استفاده میکنه که خودش رو که مقداری هم بزرگ بکنه. و خب میایم یک مقدار که میایم جلوتر میبینیم که در کنار این مسائل این افراد اومدن و در اروپا و آمریکا صدای خودشون رو بلند کردن که باید در کنار موج سبز، در کنار موسوی و کروبی بودن و اینکه اسلام خوب هست، آخوندها بد هستند و حکومت نه، باز هم ببین آخوندها هم نمیگن آخوندها هم بد هست، اینها میگن اسلام و آخوند خوب هست ولی حکومت سکولار که اسلام رو وارد سیاست کرده بد هست. باید ما کاری بکنیم که اسلام از سیاست ایران خارج بشه، وقت اگر این کار انجام بشه اسلام بهترین دین در دنیا هست و ماچوبوسه میکنه و گل به سر همه میزنه. ولی خب خوشبختانه دیگه این کلاه فرهنگی و این کلاه برداری رو که این آخوندزاده ها و طرفداران آخوندها
کسانی که دستشون به خون ملت ایران آغشته هست رو ما سرمون نخواهد رفت. ما میدونیم که اسلام بزرگترین درد جامعه فرهنگی ایران و اقتصادی ایران و سیاسی ایران هست و انجمن پادشاهی ایران و تندر و تکاوران انجمن پادشاهی ایران در داخل ایران وظیفه خودشون رو میدونن و دست به اقدامی زدن که چه زود چه دیر، چه میشه گفت دیر و زود داره، ولی سوخت و سوز نداره. و ما در این مسئله هستیم که جمهوری اسلامی با یک نیروی برخورد مقابله داره میکنه که میدونه هدفش چیز، هدفش هم بردن جمهوری اسلامی و فرهنگ اسلامی از جامعه ایران با مشت و گلوله است، نه ماچ و بوسه، نه اینکه امروز 500 نفر از خودفروخته های فرهنگی جمع بشن یک کمپینگ رو تشکیل بدن بعد برن به دستبوسی خامنه ای و ازش درخواست بکنن که به صدای مسلمون زاده های در خیابان ها گوش بده، یا دو مرتبه یک سری از فیلم بردارها جمع بشن برن به پابوسی آقای خامنه ای، یا حالا من میگم آقا، منظورم این نیست که بخوام احترامی گذاشته باشم، ولی خب اینها اشغالگرانی هستن و ما در فرهنگ و بعضی موقع ها سعی میکنیم یک مقدار از خارج نشیم، ولی گجستک های سیاسی که در از خمینی گرفته تا خامنه ای و رفسنجانی و غیره، مانند منتظری جوری که توی آب نمک خوابوندن، اینها همشون و این کار رو دارن سعی میکنن که بتونن از مهره های خارج از کشور استفاده بکنن تا این بحرانی رو که بعد از انتخابات 22 خرداد به وجود اومده رو بتونن به سمت منافع خودشون سیغل بدن. امروز میبینیم دولت احمدی نژاد وقتی که ریاست جمهوری دومی شد بهش تنفیذ میکنن، سریعا دستور داده میشه یکی از بنیادهای سپاه پاسداران تبدیل به بانک میشه. بعد از اون میبینیم که سپاه امروز اومده 8 میلیارد دلار یک سازمان نظامی 8 میلیارد دلار پول پرداخت کرده، 51% سهام وزارت مخابرات ایران خریداری کرده، به شکلی که در اینجا در فرانسه دولت اجازه نمیده هیچ سازمان غیر از خارجی فرانسوی بخواد در امور مخابرات کشورش سرمایه گذاری بیشتر از 10% یا 20% داشته باشه. ایتالیا میخواستن بیان اینجا از فرانسوی ها سهام مخابراتشون خریداری بکنن، دولت فرانسه دست برد نذاشت این کارو بکنه، با برلوسکونی تماس گرفتن نگذاشتن یه همچین اتفاقی بیفته. ولی خب چطور هست که یا در تهران یک سازمان نظامی پول میز 8 میلیارد دلار پول میذاره روی میز و 51% سهام مخابرات یکی از وزارتخانه های میشه گفت رکن اساسی یک مملکتی رو ایشون این سازمان خریداری میکنه. خب میبینیم که همه این بدوبستون های اقتصادی و سیاسی تا اونجا پیش رفته که تمام بازار اقتصادی ایران رو هم تمام جنس بنجل اروپایی و چینی پر کرده، تمام کارخانه هایی که رضا شاه بزرگ در زمان حکومتشون تأسیس کرده بودن الان هنوز که هنوز دارن همون چیزهایی رو که 70 سال پیش تولید میکردن تولید میکنن و خب این جنس مرغوبی ساخت میشه، کارخانه ها دیگه مرغوبیت جنس خودشون رو از دست دادن و یک چیز بنجل رو تولید میکنن که از جنس های بنجل چینی هم بنجل تره و خب این کارخانه ها به جای اینکه نو به روز بشن، سیستم ها به نو بشه و کار درآمد شرکت ها بالاتر بره، خب انجام نمیشه، سرمایه گذاری های انجام نمیشه و اینها همشون در حال بسته شدن هستن، ولی بسته شدن دیگه. تمام کارخانه هایی رو که محمد رضا شاه پهلوی ساخته بود در حال ساخت بودن، همه اونها یا ساخته بودنشون در زمان جنگ 8 ساله یا خونها از بین رفت، یا مقدارشون که باقی مدود اونها رو ساختن تمام کردن، ازش استفاده کردن و تعطیل کردن. مافیای شکر ما یادمون نرفته که مافیای شکر چه بلایی بر سر کارخانه های تولید قند و شکر ایران آورده. و همه این مسائل ما اگه بخوایم حساب بکنیم، مسئله اقتصادی جای ایران به شکلی پیش داره میره که ما در عرض میشه گفت اگر حکومت جمهوری اسلامی یک سال دیگه یا دو سال دیگه دوام داشته باشه، ما ایران هیچی نخواهیم داشت، یعنی نظر صنعتی کارخانه خواهیم داشت، نظر تولیدی، و به شکلی خواهیم شد، یعنی به صدر اول دوره قاجاری برخواهیم گشت، یعنی به زمانی که در زمان قاجار معادن طلا ایران رو میدادن به کشورهای اروپایی به جاش پول میدادن به ما و ما میرفتیم جز از خود اروپایی ها میخریدیم میخوردیم، یعنی تبدیل شدیم به یک عنصر بخور از جیب اروپایی ها بخور. و
خب ببینیم که جهاد جمهوری اسلامی در همین هدف داره قدم برمی‌داره که به جایی که ما به جایی برسیم که حتی برای خوردن یک لیوان آب هم مجبور باشیم از اروپایی‌ها و چینی‌ها تقاضا بکنیم. و خب می‌بینیم که همه این مسائل اقتصادی چگونه داره چه فشاری بر امور کارگران ایرانی آورده، چه مسائلی بر امور تجاری ایرانی ها وجود آورده. و خب خیلی مسائل بسیار بسیار زیاد هست و امیدوار هستم که از این به بعد که ما بیشتر زمان در اختیار داریم بتونیم بیشتر به مسائل این مسائل روزمره ایران بپردازیم. و خب در مورد مسائل سربازان گمنام امام زمان در اروپا و آمریکا صحبت می‌کردم که اینها در طول این چهار هفته گذشته سعی کردن هر گونه مبارزه سیاسی و فرهنگی که تندر بنجور پادشاهی ایران در اختیار داره برای انجام میداره اینها بتونن مشابه زیر چت سیاسی، زیر چت خبری خودشون ببرن، به شکلی که اخبار اونها بیشتر گسترده پخش داشته باشه تا اخباری که از سمت تندر و انجمن پادشاهی ایران پخش میشه. و خب خیلی مسائل هست، خیلی از یاران هست تماس گرفتن در مورد آیین ریشه‌ای صحبت کردن، خیلی بعضی از سوال ها بوده که در سایت تندر هم به اونها پاسخ داده شده. و خب من سعی میکنم یک مقدار اگر بشه در مورد مسائل هم صحبت بکنیم. و من فکر میکنم یکی از مسائلی که در از این به بعد ما باید بیشتر در موردش صحبت بکنیم آیین ریشه‌ای هست و عملکرد دشمن برای اینکه بخواد راهکرد و عملکرد انجمن پادشاهی ایران رو به زیر سوال ببره و یک مقدار شک و تردید در دل همراهان انجمن پادشاهی ایران به وجود بیاره. چون یک سری از سوال ها بوده که من رسیده که من سعی میکنم یک مقدار در جلوتر در این مورد سوال ها صحبت بکنیم و جواب این سوال ها رو هم بدیم. و از نظر سیاسی وضع اقتصادی اروپا و آمریکا خب میبینیم داره به سمت از اون بحران اقتصادی خارج شده و اینقدر که این اروپایی ها و آمریکایی ها از انجمن از احمدی نژاد بعدشون میاد، خب ببینیم چگونه بهش اجازه میدن که پاشه بره اتحاد بره نیویورک، در نیویورک وارد سازمان ملل بشه، سخنرانی بکنه و اون چک و چرندیاتی رو که در صحن عمومی سازمان ملل پخش صحبت کرده رو بذاره صحبت بکنه. و سفرهای آلمان و آمریکا یا کشورهای غیر اروپایی برگشتن گفتن که اگر احمدی نژاد مثلا از هولوکاست رو اگر نفی بکنه و قبول نداشته باشه ما سالن رو ترک میکنیم. خب میخواستم بهشون بگم خب معلومه اینها کشورهای اروپایی از سردمداران رهبران آلمان و فرانسه و غیره بگرفته تا آمریکا حسین جونز و غیره، اینها به دنبال منافع ملی خودشون هستن و نوکری بهتر از جمهوری اسلامی در اختیار ندارن و 30 سال هست ملت ایران دارن در کورهای ورسوزی جمهوری اسلامی و اسلام دارن میمیرن ولی اینها صداشون در نمیاد. حالا احمدی نژاد به دستور خودشون بره در سازمان ملل یک چنگ و چرندیات در مورد واقعیت واقعی بودن یا نبودن هولوکاست صحبت بکنه، اینها میگن چون اگر صحبت کرد ما سلام درک میکنیم میرید، اگر واقعا شما به عنوان حقوق بشر فکر میکنید، اگر واقعا شما طرفدار حقوق انسانیت هستید، زمانی که احمدی نژاد رو شما میبینید که در کوچه بازار ایران داره آدم میکشه چرا راه میدید بیاد در سازمان ملل چند و چرند کیاد خوش رو بگیه؟ خب میدینیم سازمان ملل هم با این رفتار و عملکرد خودش داره کاری رو انجام میده که زمانی که ایران آزاد شد و تمام سیاست مداران پدر سوختی و دنیا بین المللی رو شد که همه اینها حلقه های قدرتی هستند که دارن هدف و منافع خودشون هست و یک نوع استعمار جدید قرن 21 رو به وجود آوردن، کاری میکنن که وقتی که ایران آزاد شد و تمامی پرونده ها رو شد سازمان ملل دیگه هیچ گونه آبرویی برای خودش باقی نذاشته باشه و عملکردی رو نتونه انجام بده در سطح بین‌المللی و به دچار همون بلایی که سر
اتحادیه کشورهای بین‌المللی بعد از جنگ جهانی اول اتفاق افتاد براش بیفته و تمام اون اهمیت سیاسی خودش رو از دست بده، چون سازمان ملل شده مقر گفتگوی دیکتاتورها و خوناشامهای دنیا، از نمایندگان سازمان کشور چین گرفته، از نمایندگان کشور کوبا گرفته، از نمایندگان کشور ونزوئلا گرفته، از خوناشام تا این کشور دنیا، دولت دنیا جمهوری اسلامی گرفته، اینها هر ساله از خوناشام ترتر از جمهوری اسلامی، خب بازم نباید گفت خوناشام ترتر، خیلی از قاعده ادبیات خارج میشه، خوناشام ترین کشور از جمهوری اسلامی حکومت لیبی هست که تروریست های اول انقلاب رو در کشور خودش برداشت، به راحتی راه بهش میدن، میاد میره در اروپا، سازمان ملل صحبت میکنه، اون چند و چرکیاته که چرت و پرتایی رو که بیان کرد در سازمان ملل اجازه میدن بیاد بره صحبت بکنه، به چه شکلی؟ برای اینکه ایشون قرار از فرانسه بیاد و 40 یا 50 تا هواپیمای رافال خریداری بکنه، قرار از فرانسه کشتی خریداری بکنه، کشتی جنگی خریداری بکنه، زیردریایی خریداری بکنه، نفت و گاز کشور اروپایی رو تا با بلاد چندین سال تأمین بکنه. خب میبینیم همه اینها کشورها همیشه به دنبال منافعشان، شارل دوگل میگفت فرانسه بعد از آزادسازی پاریس که چون دوستان آگاهی دارن یا نه، چارلز دوگل و وینستون چرچیل به قدری از چارلز دوگل بعدش میومد و حاضر نبود چارلز دوگل رو ببینه، که شما اگه در چندین کنفرانس بین‌المللی که در تهران، در پاریس، در لندن اینها برگزار شد که رئیس جمهور و رؤسای جمهور انگلستان، رئیس جمهور آمریکا، نخست وزیر انگلستان و رئیس جمهور روسیه شرکت داشتن، فقط این سه نفر بودن، شارل دوگل اجازه نمیدن به خاطر بدخواهی بعد نظر بدی که وینستون چرچیل نسبت به شارل دوگل داشت. شارل دوگل بعد از آزادی پاریس برگشت، گفت فرانسه هیچ گونه دوستی نداره، فقط منافع داره. یعنی چه منظورش بود؟ یعنی هیچ کشوری در دنیا دوست فرانسه نیست مگر اینکه منافع مشترکی با فرانسه داشته باشه، و خب میبینیم که امروزه هم تمامی منافع مشترک کشورهای اروپایی و آمریکایی، روسیه، چین، کره شمالی، کوبا، ژاپن، هندوستان، کجا دیگه میخوام براتون بگم، زیمبابوه، موزامبیک، کنگو، آفریقای جنوبی، آفریقای شمالی، آفریقای مرکزی، مراکش، لیبی، الجزایر، آرژانتین، برزیل، ونزوئلا، لیبی، بولیویا، بولیوی، شیلی، پرو، مکزیک، خود از آمریکا، ایالات متحده آمریکا، کانادا، همه این کشورها منافعشون در این هست که ایران جنس بنجل این کشورها رو خریداری بکنه، پول نفت ما بره تو جیب این افراد، جنس بنجلشون بیاد در از دو روز کار بکنه، تبدیل به هیچ بشه، بره دوماتی مجبور بشیم پول نفتونو بدیم از اینها جنس بنجل خریداری بکنیم. دیگه شما ببینید نوکری بهتر از جمهوری اسلامی آیا در کشور دربین شما پیدا میکنید؟ جمهوری اسلامی در سوی 30 سال گذشته نزدیک به 657 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته. از این 657 میلیارد دلار شما میتونید 4 بار جاده های ایران رو طلا بگیرید به جای اینکه آسفالت بکنید. ببینید کجا رفت این همه پول؟ رفت تو جیب حزب الله، رفت تو جیب لبنان، رفت تو جیب سوریه، رفت تو جیب عراق، تو جیب کشورهای عربی رفته، تو جیب کشورهای آمریکایی رفته، تو جیب کشورهای فرانسوی رفته و اروپایی رفته، و همه این مسائل باعث میشه که ما اگر امروز هم در بین شما رجب شده گرامی درست فرمودید، یه نسل پیر ایران میاد دنبال یک سری نوکر دیگری میخواد بگرده که ما بریم در مورد اونا نوکری بکنیم، کمکمون بکنن، ایران را آزاد بکنیم، ولی خب من فکر نمی کنم اون برگ آسی رو که سال 57 کشورها و مستعمره چینه های بین المللی زدن روی میز که این بود که بهترین نوکر خودشون رو روی در ایران به قدرت برسونن، ما فکر نمی کنم بتونیم با این مسئله بخواهیم از راه مبارزه بوست دنبال کسی گشتن بخواهیم پیدا بکنیم. ما هدفمون مشخص هست، کارنیویشه ای تعیین کرده برای آینده ایران چی میخواییم، در راه رسیدن به برقراری نیروشی در ایران هم ما هدفمون رو استاد فرود پولمان تعیین کرده، تکاوران انجمن پادشاه ایران در داخل ایران دارن انجام میدن، و باز هم میگم دیر و زود داره برای سخت و سوز نداره، و زمانی که ایران آزاد شد و تمامی نوکران کشورهای اروپایی به زندان افتادن یا در راه رسیدن بهشون کشته شدن و ایران آزاد شد، ما اون وقت میشینیم تمام دنیا رو از سازمان ملل گرفته تا کشور گینه استوایی میگیریم و به پایین میزه محاکمه میکشونیم، میشون چرا اینها از جمهوری اسلامی پشتیبانی کردن.
حالا من اینم جمشید گرانی، من یک مقدار هم زیاده روی کردم، صحبت زیاد داشتم. اگر شما صحبت خاصی دارید بگید. اگر شما یه مطلب کوتاه به نظرم میرسه که همین سر جریان پنج به علاوه یک و بوزش میخوام، من باید این یاد بگیرم، این میکروفونه خیلی خیلی حساسه. نه خواهش، ببینید قضیه یه سال، ببینید قضیه این مذاکره پنج به اضافه یک خیلی مسخره است. ببینید بله بله، همینو من میخواستم بگم، اینکه اصلا توی این هیرو بیر مبارزات در ایران، مبارزات مدنی و اعتراضی داره به اوج خودش میرسه، یک دفعه اروپا میپره وسط. پیشنهاد شما چیه؟ پیشنهاد ما چیه؟ مجاهدین شما ببینید توی این سه سال گذشته از وقتی که آمریکا به عراق حمله کرده هیچ گوهی نخورده، هیچ کاری انجام نداده و میاد و در عرض یه سه روز قبل از اینکه مثلا احمدی نژاد بره به نیویورک، میان میگن که بله اینها دو تا مرکز جدید اورانیوم، غنی‌سازی اورانیوم پیدا کردن. میگذره خودش احمدی نژاد که میرسه به لندن صدای من نمیدونم هست. بله بله صداتون هست. بله. این بچه های دیگر من دارم یواش یواش میارم. بله بله. ولیکن احمدی نژاد که میرسه به نیویورک فوری صداش در میاد که میگه از نیویورک احمدی نژاد برمیگرده، میگه بله ما اعلام کردیم که یک مرکز دیگه تهیه غنی‌سازی اورانیوم داریم. بعد از اون طرف حسین جون با سارکوزی و اگه اشتباه نکنم نخست وزیر انگلستان میان و صداشون در میاد که میگن که ما هی همچی چیزی رو ما تا اعلام معلوم شده که جمهوری اسلامی داره یک جای غنی‌سازی جدید تأسیس کرده و داره دنبال اهداف نظامی هست. از اون طرف صدای اسرائیل در میاد که بعدم یه مرکز جدید برای ساخت بمب اتمی هست. از اون طرف صدای رئیس وزارت دفاع انگلستان آمریکا در میاد که میگه که بعد ما میدونستیم نزدیک به یک سال بود داشتیم پشتیبانی ردگیری میکردیم محل ساخت این جدید چیز رو، یعنی براشون. از یه طرف رئیس جمهور آمریکا میگه برای ما تجربه آوره و ما سورپرایز شدیم از این قرارداد. از اون طرف وزیر دفاع آمریکا در میاد میگه که بعد ما آگاهی داشتیم از یک سال پیش. دکتر گرامی اینا زیاد مطرح نیست، اصلا فکر نکنم مسئله شونم اون باشه. مسئله این است که در این مدت این حکومت، این حکومت ضربه خورده، اعتبارش اومده پایین، از نظر بین المللی اعتبارش اومده پایین. کسی که میره آغاز میکنه دوباره یک گفتگوی شکست خورده رو، هدفش اینه که به این حکومت دوباره اعتبار بده. اصلا مطرح نیست حکومتی که اصلا معلوم نیست فردا باشون نباشون مذاکره نباید باش کرد. این تمامی اخباری که تو این یک هفته گذشته در مورد یک مرکز جدید غنی‌سازی اورانیوم این بود که اینها میخواستن با وجود داشتن یک پرده دودی در مقابل یک سری اخبارهای دیگری که از داخل ایران خارج میشد، تفکر افراد بین الملل رو به سمت قضیه جدیدتر ببرن، که بعد میبینیم این کار که انجام میشه دو هفته فوری در جا سپاه پاسداران یک مش موشک اسقاطی رو که فوتش هم بکنیم شلیک نمیشه رو فوری برداره آزمایش مانوف با چه سر و صدایی به وجود میاره که ما مانور موشکی دادیم و نمیدونم چی و چی، که یه خود اخبار تولید بکنن و نظرهای بین‌المللی رو از نظر اون واکنش سیاسی و فرهنگی که در داخل ایران هست و متوجه یک سری مسائل دیگر رو بکنن تا اینها بتونن برن بشینن سر میز مذاکره به مابوسی و ماچوبوسی همدیگه ببرن. مسئله این هست که در امور بین‌المللی اینها میخوان با این گونه صحبت‌ها و اخبارها میخوان یک نظر و تفکر عمومی رو به سمت دیگری ببرن که بتونن مثلا باز هم به عرب نوکران خودشون بادکنک اکسیژن بدن که اینها بتونن نفس راحتتری بکشن و بتونن بیشتر کار انجام بدن. ولی خب اینها همشون خارج از مراسم هست و مطمئنن به جایی هم نخواهد کشید و این دولت مردان آمریکا و فرانسه و انگلستان هم چوب این مذاکرات آخر زمانی خودشون رو با جمهوری اسلامی رو خواهند خورد. دقیقا این آقای حسین امابا قبل از انتخابات نشسته بود منتظر این بود که بالاخره معلوم بشه احمدی نژاد رئیس جمهور هست و نیست و بیچاره
همینجوری داشت انگشتاشو میچرخون ببینه جریان چیه. اینها تمام جهان همینجوری که گفتی تمام جهان ترجیح میدن یک احمدی نژاد ضعیف رو داشته باشن، البته نه به این آبرو رفته دیگه. من فکر نمی کنم اینه بشه جایی با ده من اثر خوردش، ولی در اصل اینطوریه، اونا ترجیح میدن یک آدم ضعیف، حالا منفور بود نبود این مسئله داخلی ایرانه، اینا علاقمند هستن با یک آدم ضعیف روبرو بشن تا یک آدم ملی قوی که پشتیبانی ملت هم پرچش هست. این کاملا درست. ما الان بانو دردانه فولادوند رو روی خط داریم، امیدوارم صدای من رو شما بشنوین و ما هم صدای شما رو بشنویم. درود بر شما در لندن بانو دردانه فولادوند. درود بر شما، صدای من رو دارین شما؟ بله بله صدای شما میاد. درود بر شما دردانه گرامی. درود بر شما و درود به میهمان گرامی، درود بر همه میهمانان گرامی و به همه تکاوران دلاور انجمن پادشاهی ایران. من با گوشی تلویزیون اینترنتی تان برای هم به شما و هم به همه تکاوران انجمن پادشاهی شادباش میگم و برای شما و تمام تکاوران انجمن پادشاهی و تاندر آرزوی تندرستی و پیروزی میکنم. در خدمتتون هستم. درود بر شما. اجازه بدین یارای دیگرم نیلوفر سفید و گفت بله هستم، بذار ایشونم بیاد. ایمان کمافی سابق سیستم کار نمی‌کنه. نیلوفر سفید و گفت بله هستم، بذار ایشونم بیاد. ایمان کمافی سابق سیستم کار نمی‌کنه. بالی نیلوفر صداتون رو چیز کنه، صدای بانو نیلوفر سفید صدای ما هم دیگه تلویزیونی شدیم، صدای تلویزیونتون کم کنیم دوباره بیاریم. بله ایمان آفاق بانو نیلوفر سفید صدای من رو میشنوین؟ نه مسکی ها صدا هست؟ بله بله صدای شما هست. درود بر شما. درود بر شما، شادباش میگم جمشید گرامی و همچنین به همه یاران و واقعا روز بسیار خوبه که ما دوباره برنامه زنده داریم و حالا هرچند روی اینترنت هست، ولی من فکر میکنم که چون صدای راستین به راستی ایرانی هست پررشتر از برنامه های دیگه، حتی اونهایی که روی ماهواره هستن، من فکر میکنم که این صدا خیلی خیلی بتونه در رهایی سرزمین ایران گام موثرتری رو بردار. درصد خیلی من خوشحالم، خیلی درود میگم به شما همه یاران و همچنین همه یاران انجمن در داخل ایران تکاوران و پیروزی برای همه آرزو دارم. درود بر شما نیکتر گرامی. اون پیک شرابی که اگر بود، این ایمان نمیدونم سیستمش رو دوباره خراب کرده، امکان پذیر نیست که ما ایشون رو بیاریم، هر موقع ما زنگ بهش میزنیم سیستمش قطع میکنه، اما با همین تعداد به نمایندگی از تمام یارانی که هستند در خارج از کشور، یارانی که در داخل از کشور هستند، خب رژیم موفق شده، در حقیقت موفق شده که سیستم تلفن رو از بین ببره. ما سالهای سال که، یعنی در حقیقت از زمانی که این سیستم های شنود رو خریدن و وصل کردن و راه انداختن، اواسط سال گذشته بود، سازمان ها گروه های دیگه که خوابن بودنش بودن، خب مسئله ای ندارن، نیازی ندارن که مطالبشون مخفی بمونه.
از اون زمان دیگه از تلفن فقط به خاطر مثلا بگیم من هستم یا نیستم یا چند لحظه دیگه بیا پای چت یا نمیدونم اینجور چیزا ما استفاده میکنیم. استفاده از سیستم تلفن از کار افتاده، ما ارتباط اونطوری نداریم، ارتباطات دیگری موجود هست که اون هم رسانه ای نیست. در حقیقت میبایست اینجا مطالبی مطرح میشد و توسط خود افراد مطرح میشد، منتها اینها باید به صورت فشرده توسط افراد فرمول بشه که چی هست و ماجرا چی هست و گزارشات و همه اینا از نظر امنیتی که ما چیزی روی خط لو ندیم، اینا همه مشکلات ریزکاری های یک رسانه مبارزاتی است و رسانه های تفننی همچه مشکلاتی ندارن، اونا برایشون مشکل نیست یک نفر رو استخدام بکنن بذارن پای تلفن، برای ما مشکل است. ما باید بدونیم اون کسی که پشت تلفن میشینه کیه هست، اسمش چیه، کجا به دنیا اومده، چرا به دنیا اومده، کی سرخط گرفته، همه این چیزا رو چیک پیکش رو باید بدونیم تا بتونن با مردم در ارتباط قرار بگیرن. شرکت و رسانه های دیگه همچی چیزی رو نیاز ندارن. ولی باز رفتیم توی دیتیل، رفتیم توی ریزکاری ها. من این جام می ناب رو بلند میکنم و برای تندرستی همه یاران در تمام جهان و برای نابودی این جمهوری اسلامی و برای پیروزی تک تک تکاوران این پیک رو می نوشم. گوارای وجود تک تک شما باد و نوش جان شما و برنامه های جدید رادیو تندر رو آغاز میکنیم. نوش آزادی ایران. برای آزادی ایران. این هم نوع شراب شیرازه، توی بخش شراب ها یک لاینی برای خودش باز شده و اونم به شکرانه چند مهاجر که شیوه شرابسازی شیراز رو با خودشون به استرالیا بردن و الان دیگه در حقیقت یک مارکی شده در کنار چی میگن برجو میگن برجو نمیدونم لاین های مختلف که شراب میسازن، شیراز هم اسم خودشو داره. بعد خب بانو دردانه مسئول جمع‌آوری اخبار برای رادیو تندر هست تا زمانی که رادیو، که الان هم هنوز رادیو موجود هست که بیشتر در حقیقت برنامه‌های هنری و آهنگ و در کنارش هم برنامه‌های بازگشایی تازینامه و عرض به حضور شما که سخنرانی های مختلف، اون برنامه های رادیو صدای ایران که حالا همون کار رو ما از طریق همین رسانه انجام خواهیم داد، یعنی استودیو خواهد بود، ما امکان اینو خواهیم داشت که مقدار فیلم بذاریم، گزارشات مختلف رو از طریق تصویر هم یه مقدار نشون بدیم، ولی اون بحث های خودمون سر جای خودش خواهد بود. توی بیانیه، توی اعلامیه که پخش شد نوشتیم که رفته رفته این تعداد روزها افزایش پیدا میکنه، بنا به نیاز و احتیاجی که هست، مثلا مبارزات، کارهای مبارزاتی، چه چیزی رو از ما بخواد ما بر اساس اون تنظیم میکنیم. مسئله یه رفتن روی ساتلیت منتفی نشده، این برنامهش اجرا خواهد شد، شرایطش باید آماده بشه، یه مقدار مسئله پولیه، اونم دنبالش هست، به وجود میاد، همه اینا رفته رفته به وجود میاد. ما تا سر این رژیم رو در خرپوز زین نکنیم ولکن نیستیم. استاد فولادوند همیشه یک مثال عربی رو میزد، ترختل با و حتی کلمتنا
کلمه کلمتنا کلمتنا، این چیزی عربی که ما یاد گرفتیم آخرش، انقدر ایشون گفت که ما یاد گرفتیم. و اون لجاجت یک مبارزه در راهی که باید انجام بده. اون رسانه اینترنتی سر جای خودش هست، بنا به اقتضای مبارزاتی مطالبی رو در اون قرار میدیم. اون رسانه ایست که حتی در ایران هم شنیده میشه، حتی با همین سرعت کم اینترنت احمدی نژادی که بالا پایینش میکنه، فتیله رو بالا میکشه دوباره میکشه پایین، حتی با اون شنیده میشه. آرشیو این برنامه ها، آرشیو همین تصویری روی همین سرویس هست. شما هر موقع حتی برنامه لایو نباشه بزنین روی این سرویس، روی اینترنت، روی تندر برین بزنین، اگر لایو نباشه آرشیوش هست، اونو ما میذاریم. برنامه صوتی اون هم با رزولوشن پایین، با بیتریت پایین تر، به صورت ایمیل برای یاران میفرستیم. اینا همه کارهایی است که تا برنامه اصلی ما روی ساتلیت آغاز به کار بکنه ما این کارها رو انجام میدیم و ولکن معامله نیستیم. بانو دردانه مسئول جمع‌آوری اخبار و تنظیم اونها هست و کار شاقیه دیگه، کار خبرگزاری هست، خبرهایی که به درد تندر میخوره و با تفسیرهایی که از زبان تندر، خبرهایی که در حقیقت فلان کسی بیانیه داد معلومه کی هست، گروه فلان بلان، این زیاد برای ما مطرح نیست. و از لابلای اخبار اون مطالبی که حتی مثلا گفته های سران رژیم، دولت مردان و حرفایی میزنن، مطالبی رویشون در میاره که از اونجا متوجه میشین که این رژیم کجاش درد اومده و کجا رو خورده. ممکنه یه مقدار توضیح بدین چه کارهایی میتونن یاران انجام بدن برای مقبول شدن اخبار و غنی شدن اخبار؟ این مرکز یعنی این اخبار به درد چه کسانی میخوره و چه کسانی میتونن از اون استفاده بکنن و شما انتظار چه کسانی دارین که اخبار براشون فرستاده بشه، از چه زبانی؟ اگر بتونین یه مقدار توضیح بدین. بانو دردانه صدای منو میشنوین؟ بله، من خدمتتون هستم. حضور شما کتان جمشید گرامی بگم که من تمام تلاش هم میکنم که اخبار اون کنی که شایسته تندر هست را به تندر هست جمع‌آوری بشه، ولی من توقع دارم در این بره از زمانی یک از زمان یک یعنی به شرایط ایران فرزندان ایران از درون میهن خودشون شخصا گزارشاتی که میفرستن برامون باز این کار ادامه بدن. و زمان زنان ایران، من بیشتر توقعم از زنان ایرانه که الان با توجه به شرایطی که پیش اومده بارده شده توی که واقعا توی این سماهی نشون دادن از خودشون مستقیمن بیشتر بیان توی میدان مبارزه و مستقیمن رویارو برشیم و کنار انجمن پادشاهی و یاره انجمن بیستن و ما گزارشات رو مستقیما از خود مردم، الان بیشتر اوقات بین گزارشات ما بگونهای که مستقیما خود مردم کسانی که در جریان مبارزه هستن این گزارشات رو میفرستن و ما استفاده میکنیم و همه رو میدونن که رادیو تندر یا کلن صدای انجمن پادشاهی یک صدای قل و قش و صدای راسته مردم ایرانه. از این نظر ما خوشحالیم از اینکه خبرهای ناب و خالص رو مستقیما بیشترشون از خود بچه های ایران بگیریم. بر رژیم هم در این مورد خیلی نگران میگیره که این دشمن راستینش در واقع انجمن پادشاهی، بقیه در واقع واگویه هایی هستن یا از خود رژیم یا از اپوزیسیون ساختگی. در نتیجه من خودم به طور کامل در تمام 24 ساعت این آمادگی رو دارم، هر کاری دستم برمیاد در کنار یارای خود انجمن حتی برای نماسی که در این مدت الان مردم خودشون میبینند و میشنوند، تلاشی که شما میکنید، تلاشی که ایمان گرامی در تمام این مدت شبانه روز انجام دادید یا بارون روفت
و یاهای خوب دیگه که حالا انقدر زیادن که اسمشون شاید الان لازم هم نیست من زبان بیارم، ولی روی هم رفته اگر ما کار داریم انجام میدیم در حقیقت این انعکاس اون کارهایی هست که در درون میهن انجام میدن و ما میتونیم خبرها رو منعکس بکنیم و با توجه به که درون میهن به شدت فاصل هست، به شدت برکور خبری هست، از این طریق میتونه بیاد اینجا و ما خبر راستی رو منعکس کنیم، برگردونیم. حالا با تکنیک هایی که شما استفاده میکنید از در کامپیوتری میتونه حتی با حد اقل مثلا امکانات اینترنتی هم بگیرن، و این یکی از شانس‌های بزرگی که ما در این زمان از تکنولوژی به دست آوردیم و دارای بسیار توانمندی که در انجمن پادشاهی میتونه از این تکنولوژی به نحو استفاده بکنه. من در نهایت یکی از بانوانی یعنی توقع دارم که بیشتر خودشون رو در این برای با توجه به که میدونم که الان واقعا توی مدر خیلی هم بیشتر از مردم حتی با تکوبه شدید که وجود داره اومدن به میدون و تلاش میکنن این ارتباط ها بیشتر بشه و خبرها مستقیما خود بچه های ایران همطور که تا الان خبر رو رسوندن از این بعد مستقیما این ارتباط ها برقرار بشه و این ارتباط ها همچنان ادامه پیدا کنه و من در خدمت شما هستم. به سلام علیکم. بله، مطلبی که بانو دردانه بیان میکنن با سالهای سال هست که میشناسیم، یا مشکلش در اینجا شروع میشه. من مثال آوردم بسیاری از کارهای ما با کارهای دیگران فرق داره. ما همونجور که گفتم ما نمیتونیم پول بدیم یه نفر تلفن چی اینجا بشینه، سایر مسائل ما هم همون مسئله ایمنی و امنیت بزرگترین سنگی هست که جمهوری اسلامی به حق کوشش میکنه جلوی پای ما بندازه. به وجود آوردن مشکلات امنیتی کاریست که جمهوری اسلامی سالهای سال داره انجام میده و حضور هم انجام میده. بعضی جاهاش موفق هست، بعضی جاهاش موفق نیست. این تنها لجاجت ما هست که لجاجت مبارزین هست که پیشتاز همه برن جلو و مشکلات رو حل بکنن. استفاده از اینترنت جزو نخستین گروهی بوده که انجمن پادشاهی جزو نخستین گروهی بوده که از اینترنت استفاده کنه. اگه راستشو بخواید انجمن پادشاهی تو اینترنت به وجود اومده. این بچه هایی که از الان روی خط هستن، هم بانو نیلوفر سفید، کسی هست که در اتاق پلتاک رو میگردون و اولین بحث های دقیق و علمی و فرهنگی انجمن پادشاهی، دقیق و علمی استاد فولادوند به عنوان نماینده و بنیانگذار سخنگو و بنیانگذار انجمن پادشاهی در اینترنت انجام شد، در پلتاک انجام شد. این چرخوزای لس آنجلس اینا همه اونجا شرکت میکردن و بعد یاد میگرفتن میرفتن جاهای دیگه گندگوزی میکردن، مثل همین آقای سکویی که الان از بهمن جازوی صحبت میکنه، آقای فاضلی و دیگران، آقای مشیری، اینا همه تربیت شده یه اینترنت انجمن پادشاهی هستن. حالا فقط تخمه حروم هستن که یک من نمیدونم اینا واقعا تخمه حروم هستن. حالا هر کاری دارن انجام میدن، بد نیست که انجام میدن، ولی خب یک کلمه، یک بیانی، آقا من اینا رو از کجا یاد گرفتم؟ قبل از اینکه استاد فولادوند جریان بهمن جازوی بگه اصلا شما میفهمیدین که ماجرا چی هست؟ علی اصلا کشته شده، نوشته نشده، نمیدونم از پشت بهش ضربه زده چه چیزی؟ اینا نمیدونستی یه خود قیمتی داشته باشین، یه خود مردانگی داشته باشین، لوتیگری داشته باشین. میگه آقا من اینجا یاد گرفتم، دمش گرم، اعتبار بدین. اصلا تو اروپا و آمریکا هم زندگی میکنین، کپی رایت رو باید بدونین دیگه. این دیگه چیزایی نیست که ما جوانای این دست به شما پیر پاتال رو بکنم توضیح بدیم، اینا رو یاد بگیرید.
اعتبار خودتونم بالا میره، میگن انقدر فروتن هست این طرف رفته یه مطلبی رو یاد گرفته اومده برای جوانان تعریف میکنه و حسن نیت هم داره، شعور داره، میگه از کجا این چیز رو یاد گرفته. بعد از اینکه رفتن دیدن واقعا درسته، بدون ذکر کپی رایتش من این حرف رو میزنم. حالا این حواسمون پرت میشه از این مطلب میریم کنار، اما سر رسوندن خبر یا بچه هایی هستن درگیر کار هستن، اینا اهل نوشتن نیستن، اینا اهل این هستن تلفن بزنن درود بر شما اینجوری اینجوری رفتیم زدیم و کشتیم، یا اهل نوشتن هستن توی میدون نیستن، توی میدون هفته تیر نیستن، اونجا دستشون به بنزین چیز نیست موتور این یارو رو آتیش بزنن، بنابراین اون اتمسفر رو نمیتونن توصیف بکنن به عنوان خبر سریع چیز. به ندرت الان انجمنها تیمشون رو تکمیل کردن و به این مسئله هم پی بردن. این مسئله ایست که ما به عنوان مبلغین سیاست های انجمن پادشاهی به عنوان بازوی تبلیغاتی ما باید مرتب بگیم، مرتب نگیم چیزی در نمیاد، میرن برنامه میریزن طرف رو ترتیبشو میدن سرشو زیر آب میکنن، بعد از 6 ماه تازه میفهمیم بچه های انجمن بودن اینا. گروت رئیس کلانتری بود، بچه پررو بوده، رفتن ترتیبشو دادن حالشو گرفتن. بعد از الان 6 ماه 7 ماه یکی از یاران میگه که این جریان جریان ما بوده، ما انجامش دادیم، اسمش اینه، فلانش اینه، اینه اینه اگه خواستی تو خبرها بود برم اون موقع به واسه خبر میدادی که همه بفهمن. البته خب الان هم دیر نیست، خبر رو باید شسته رفته بکنی، بخشای امنیتیش. خب بعضی از مسائل هست که اگر همون موقع اعلام بشه، چون هنوز مشخص نیست که رژیم پی برده پی نبرده فلان، امکان اینو داره که ما ضربه بخوریم، چون بعد از هر حرکتی امکان دستگیری هست، امکان اشتباه در حین انجام عملیات هست و بلافاصله تو پابلیک بکنی ممکن هست با توجه به اون مطلب، یعنی یه نفر یک موتوری رو دیده با شماره ای که مثلا شماره آخرش ممکنه 5 باشه دیده باشه رفته باشه، این خبر رو شما بلافاصله اعلام بکنی ممکنه یا رو تخمه حروم باشه بره خودشیرینی بخواد بکنه، پولی در بیاره، الان وضعیت اقتصادی بسیار خرابه، پولی در بیاره بره لو بده این مطلب رو بیان بکنه، یا یه جایی از دهنش بپره من یه موتوری دیدم شماره 5 شمارهش یادم نیست ولی آخرش مثل 5 بود، و همین امکان اینو بده که سرنخ بیافته دست رژیم و بتونن کاری انجام بدن چیز بره. روی این حساب زیاد هم نمیشه فشار آورد، عجلم در این زمینه جایز نیست. خبرگزاری های دیگر میگن که یارو سقط شد، یارو نماز امام جمعه سقط شد رفت، فلان پاسدار اونجا خفه شد، فلان نمیدونم خونه آتیش گرفت، فلان انبار از بین رفت. مهم نیست 6 ماه دیگه این مطلب بیان بشه وقتی مسائل امنیتی کاملا رعایت شده و چک شده که تا الان اتفاقی نیفتاده، بعض از این هم احتمال اتفاق افتادن و لو رفتن نیست، روی حساب دیرتر میدم. منتها این که باید گفت جزء ضروریاته، حربه تبلیغاتی حربه جنگی است، حربه ای که دست ماست و حربه برایی هست، انقدر برایه که جمهوری اسلامی و قدرت های خارجی مثل آمریکا، اروپا، انگلستان، اینها میلیاردی براش خرج میکنن. اینها اگر ما رادیو تندر رو نداشتیم به همون تفسیر انفجار این حسینی شیراز، تفسیر اولیش که باهایی ها بودن یا فلان بودن یا نمایشگاه یک نارنجک که از جنگ مقدس دفاع مقدس مونده منفجر شده بود، قانع بودن سرسداش هم در نمید. تنها چیزی که باعث شد اینها رو در رو بشن و جوانان ایران بفهمن که این رژیم ضربه پذیر هست، اگه ما بخوایم اینه اون میتونیم صد بار این کار انجام بدیم، تنها حربه‌ای که ما در دست ما بود این که رادیو تندر روی ساتلیت بود و اینها هیچ غلطی نمیتونستن بکنن و به خاطر همین هم اولین حرکتی که انجام دادن، اولین سمت و سویی که بردن
زدن بنیه‌های مالی انجمن پادشاهی، زدن بنیه‌های مالی این همین خانم این به قول بچه‌ها این واژه استفاده می‌کنن، این لکاته آدرس طرفداران انجمن پادشاهی، اون کسانی که این مقدار علاقه داشتن داشت و مرتب به صورت 24 ساعته هر روز تلفن می‌زد که جمشید مال CIA هست، ایمان آفار مال موساد هست و خانم دردانه فولادوند مال انگلستان هست، اونجا چی هست؟ MI5 یا فلان هست، اینا همه پول دارن، رادیو تندر رو جمهوری اسم نمیدونم، اینا عقلشون هم یه خود پارسنگ برمیداره و اون کسانی که حرفای اینا رو گوش میکنن خیلی بیشتر پارسنگ برمیداره. آخر از این خانم باید پرسید که مگه میشه موساد MI5 CIA متحد باشن، سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی هم اونم باشه برای رادیو تندر درست کرد، ولی خب این حرفا میذاره، ولی هدف اصلش این بود که این منابع مالی رو بزنن. تا حدودی توانستن، حدود دیگرشون نتونستن. اون چیزی که نمیتونن این هست که سکوت اختیار بشه. ما حتی اگر یه وبسایت قزمیت هم داشته باشیم، یه لوگ بوکی داشته باشیم توی یکی از همین سرویس ها، برای ما کافیه، کسانی که میخوان ما رو پیدا بکنن پیدا میکنن. کما اینکه الان مدت یک سال هست ما هیچ رسانه‌ای روی ساتلیت نداریم، اگر برنامه های رادیو تندر روی ساتلیت ادامه داشت ما این حرفا رو الان نداشتیم، ما توی موقعیت دیگری بودیم. این موقعیت دیگر برای این به وجود نیامد که این رسانه موجود نبود، این واقعیته. اما برگردیم دوباره سر اصل مطلب، باز دوباره کرچونگی کردم، رسوندن خبر و عربان میگن وصف الاش نصف الاش، اینجا تمام اش میتونه باشه، شما یه نفر میره سرخشوری میکنه کاری انجام میده، این رو باید وصف کرد. فقط نباید مسائل تاریخی رو بابک خورندین و اینجور جریان رو تعریف کرد. الان ما در انجمن پادشاهی هم بابک خورندین داریم، فراوون داریم، هم بهمن جازویی داریم، بسیار دلیلتر، بسیار دلیلتر از علایی. بهمن جازویی سردار ایرانی بود و آموزش های نظامی اون زمان، تکنیک اون زمانی خودش رو داشت، جنگجو بود، افسر عالی رتبه ارتش شاهنشاهی ایران بود بهمن جازویی. بابک خورندین در کمپ خودشون، در ایل خودشون اینا تمرین میکردن، شمشیر بازی میکردن و مبارزه میکردن، قوم داشتن، ایل حفاظت میکردن اینها. یعنی اگر راستش رو بخوای اینا پایگاه‌های نظامی داشتن. بچه های ما پایگاه نظامی ندارن. آموزش های نظامی که میبینن از طریق یک ایمیل نگاه میکنن توی اینترنت، نسخه های نمیدونم ساخت مواد منفجره، ساخت گاز اشکاور، ساخت فلان و که یه سریشو ما جمع کردیم، تحویل سیستم دادیم، برای اینترنت دادیم، همه جا موجود هست. اینا رو میگیرن، از روش آزمایش میکنن، 6-7 دفعه خراب میشه، دفعه نهم اون استفاده میکنن و میرن کارشون رو انجام میدن. اینا هیچ پشتیبانی ندارن غیر از اراده خودشون، غیر از سرویسی که به حساب رادیو تندر و بچهای خارج از کشور میدن و پول دو جیبی خودشون، همین و تجربه یک سری مبارزین که به ما پیوستن. همین بهمن جازویی از این بالاتر داشت. بهمن جازویی در حقیقت اگه بخواهید افسران و جنرال های ارتشی بودن که مثل این بیغیرت ها در خارج کشور نبودن، مثل این سرلشکر حقا نبودن که بیاد واقعا بیاد مبارزات رو و مبارزین رو مسخره بکنه. 100 تا علاش در میاریم، 100 تا میذاریم لاش. حدود یک سال این مرد داره ما رو مسخره میکنه، داره مبارزین رو مسخره میکنه، داره هر چی در خارج از کشور افسران دلیر سلحشور که جونشون رو دادن اینها فعالیت کردن و زحمت کشیدن، این مورد رو مسخره میکشه. یک کلمه، یک حرف درست حسابی نمیزنه. روی این حساب هست میگم بچه های انجمن پادشاهی و این مبارزین بسیار سلحشورتر، بسیار دلیلتر از بهمن جازویی هستن. بهمن جازویی قهرمانیست که ما میپرستیمش.
ایدول ماست، کسی هست که میگیم اگر من در گرفتاری اسیر شدم اینجوری باید رفتار بکنم، که جوانان ما دارن این کار انجام میدن، حتی در اسارت دارن کار خودشون رو انجام میدن، حتی در اسارت دارن ضربه میزنن به این رژیم. بهمن جازویه قهرمانیست که ما دنبال روش هستیم. روزبهان خراسانی کسی هست که معلمان ما هستن، ولی با وجود این یارانی که در انجمن پادشاهی جمع هستن و به کسانی که مرتب دارن به ما میپیوندن از اونها بالاتر هستن، برای اینکه الان تمام جهان علیه ما هست، گزارش رو همین نکته داد و تمام جهان نفع داره در این که وضعیت ما به همین سیستم بمونه. همه هم خودشون آماده کرده بودن که حالا برن با احمدی نژاد صحبت بکنن، بشن از سر میز مذاکره. آمریکایی ها در اربیل کردستان عراق خودشون آماده کرده بودن که سالهای سال دارن اصلا مذاکره میکنن، اونجا ایستگاه ایناس، اینجا ایستگاه ایناس با هم صحبت میکنن. و من باید حواسم باشه که ساعتم کی هست، یک نیم ساعت دیگه ای داریم، یکی از یاران دیگه هم قراره روی خط بیاد. زیاد پرچونگی نکنم، سابق برای این همجوری چیز میکردیم صحبت میکردیم بعد هرجوش نمیخواستیم میچیدیم، الان دیگه لایو این چیزا رو یاد بگیریم. کوتاه سخن، مشکل خبری مشکل امنیتی داره، ممکنه دیر به دیر برسه، ولی مشکل دیگرش اینه که یاران کم اهمیت میدن به مسئله تبلیغات. مسئله تبلیغات به همون اندازه شاید هم بیشتر اهمیت داره از خود عملیاتی که انجام میده. اگر عملیاتتون پرفکت بدون نقص و عالی باشه، هیچ نیروی از دست نره، ضربه کاری باشه، دشمن 100% نابود بشه باشه، کسی از اون خبری نداشته باشه، زیاد فایده نداره، زیاد فایده نداره. برای اینکه ما جنگ رو در رو نداریم، ما جنگی رو نداریم که اونور صف کشیده باشن اینور هم صف کشیده باشن، هرچی ما از یاران اونا بکشیم بهتر باشه، اونا هم هرچقدر از ما بکشن بهتر باشه. البته اونا همینجوری فکر میکنن، تا حالا همینجوری کار کردن، منتها در صفوف اونها آدمایی هستن که بدونن قدرت ما بالاتره و ما اون انسجام رو داریم و اون اراده‌ای داریم که اگر لازم باشه همه اونها رو نابود میکنیم، به احتمال زیاد بخش بزرگیشون جدا خواهند شد. بچه های این آب و خاکن، اینه هیچ موقع ما نباید فراموش بکنیم. ما فرق داریم با گروه های که صرفاً به خاطر جنگ مسلحانه وارد میدان شدن. ما فقط جنگ مسلحانه نداریم، ما حدود 18 سال 19 سال فقط جنگ فرهنگی داشتیم و اگر این جنگ فرهنگی رو انجام نمیدادیم به اینجام نمیرسیدیم. اشتباهی که بسیاری از ارتشی‌ها اون زمان میکردن، فکر میکردن مسئله این است که ما سرباز نداریم، سرباز رو جمع بکنیم بیاییم اونجا، نمیشه، نشد. این راه عملی نبود. یک دوران طولانی جنگ فرهنگی، افشاگری و توضیح دادن اساس این رژیم، چرا ما به این مرحله رسیدیم، لازم بود. الان نوبتش رسیده که با کشیده آخر رو جوانان ایران بزنن که انقریب خواهد خورد، این حالا زیاد دور نخواهد. من یه دوارش هم جشنی دیرم خوبی این مبارزه که خوبرهای انجمن پادشاهی رو رژیم به سادگی نمیتونه پیدا کنه، به سادگی اینا نمیتونه درستی پیدا بکنه و اینا به موقعش ضربه رو میزنن و قیلشون میزنه و این یکی که در طول تاریخ بی‌نظیر بوده حقیقتا و برای همینه که نیروهای ما رو اینقدر توانمند کرده به موقع در رژیم هم بسیار وحشت داره. تمام این جنتی که میاد روی این نماز جمعه شروع میکنه به صحبت میکنه، در واقع تمام وحشتش از بچه های انجمن پادشاهی، تمام امام جمعه میدونن که بغل گوششون به موقع ممکنه ضربه رو بکنن و دیگه دیر متوجه بشن. این ویژگی کار تکاوری انجمن پادشاهی همینه که به موقع
در لحظه دست عملیات میذارن که منتظر قافلگیر میشه و بارهای اتفاق افتاده و هر بار با شکل خاص خودش با شکل ویژه خودش و بسیار در این تاریخ نمونه این رو نداشته و در آینده در تاریخ ثبت میشه که بچه های ایران بچه های پاک ایرانی ایرانی برای پاک کردن ایران از این اندیشه آلوده چقدر دلاورانه واقعا چقدر از خود گذشتن و با چه نیروی با چه توانی چقدر دلیرانه ضربه ها رو دادن و همچنان توانمندانه این راه رو دارن ادامه میدن و امروز هر روز با همون مبارزه فرهنگی که ما اشاره کردیم باعث شده که الان مردم ایران پخته بشن. فرزندان ایران میدونن برای چی مبارزه میکنن، انگیزه دارن، میدونن که برای چه کاری. یعنی فرقش گفتن که مجاهدین هم مثلا کارهای کردن در مقابل رژیم، مبارزه مسلحانه کردن، هرگز نمیتونن که این برای چه دلیل این که بعد از دهه ها فرهنگی و آگاهی رسانی به بچه های ایران، مردم ایران با توجه به تلاش هایی که در تمام این مدت دوستازن انجام شدن آگاه شدن، امروز با انگیزه رو میرن چلو، امروز میدونن چه کار رو کنن و با چه چیزی مبارزه میکنن و اونم آزادی ایران به طور ریشه‌ایه. زرودن این اندیشه که تمام ننگ تاریخی که در ایران وارد شده تا امروز خاطر همین اندیشه بوده و دیده که هر روز همه دانشجو یا زن ایرانی امروز به خود شده و میدونه که تنها راه نجات شرفایی از این آیین جنایتکاره. در نتیجه من فکر کنم که بیشتر از من وقت نگیرم، ولی برای شما تکاور دلاور انجمن پادشاهی و ایمان گرامی و بانوی لوفر و نیکل گرامی، تمام تک و تک یارانی که در درون میهن فرزندان راستین ایران، براشون آرزوی تندرستی و پیروزی میکنم و اگر به من پروانه بدید من با شما به دوست بگم و همه یاران هم. سپاسگزاریم از اینکه شرکت کردین در این برنامه. یاران برای تماس با بانو دردانه با ایمیل dordane@thunder.org میتونن تماس بگیرن، اخبار و مطالبی که فکر میکنین به درد این ماجرا میخوره در اختیار ایشون قرار بدین، ایشون اینو تنظیم میکنه و در میلینگ لیست خبری قرار خواهد داد. حالا ما کارمون تازه شروع شده و من بلدم نیستم تو دوربین نگاه بکنم، ولی خب باید یاد بگیرم. به احتمال زیاد حالا کار ما پوزش میخوام که الان یه مقدار مسائل تکنیکیمو الان خب صدای کیفیت خوبی نیست، اون چیزی نیست که شما انتظارشو دارین، ما هم انتظارشو نداریم، ولی یواش یواش قدم به قدم کارمون شروع میشه. البته من همیشه عادت دارم همه چی رو مرتب بکنم و پرفکت و نمیدونم فلان، بیایم جلو کار رو انجام بدیم، خب این طول میکشه. یاران گفتم برو هر جوری میتونی بکنی، بابا داره اوضاع داره میگذره و شما باید مطالب رو مطرح بکنین، هر جوری سینخیزم بود شما باید این کار رو انجام بدیم. ما همین کار رو داره انجام میدیم، قدم به قدم حالا درست میکنیم، سیستم میکسینگ صدا رو هم درست میکنیم، به احتمالاً میزگرت هایی خواهیم داشت که مسائل خبری همین مطالبی که نیکتر در برایش صحبت کرد میان جفت تولید میکنن دیگه. آی امروز صحبت پنج به علاوه یک، گور پدر پنج به علاوه یک، خود احمدی نژاد معلوم نیست فردا باشیم پنج به علاوه یک رو بردن، یعنی اینکه بخوان اینو نگرش بدارن غلط کردن اون تو سرشون بزنیم. اینا همه چیزهاییست که الان مطرح میکنن یا وایس آف آمریکا، یا تلویزیون هم داده شده وین، آقای جمشید کنگرانی کنگرلون اونا هرکی حالا یه دکونی یه بودجه گرفته از یه سازمانی اومده اخبار میذاره برای جفت‌سازی و اطلاعات، ولی آخرش اینه، رژیم نمیدونه کی تکاوران انجمن پادشاهی میزنن، کجا میزنن و چجوری میزنن.
این شمشیری است که بالای گردن اینها قرار داره و به امید پروردگار زیاد طول نمی کشه. بعضی هم میگن تا آخر زمستان، بعضی هم میگن تا تابستان آینده، ولی ترتیب این رژیم 100% داده خواهد شد. مشکل ما همونجوری که در نخست صحبت گفتم بیشتر این است که نیروها هرز نره، ولی این که نتیجه کاملا روشنه، برای ما مثل روز روشنه و موقعیت ما بسیار عالی هست. با شما بدرود میگم بانو دردانه و منتظر خبرهای شما هستیم. روی خط اجازه بدیم ببینیم شد یا نشد. من از خودم میدونم نه. جناب صدای من اگر میشنوین، بچه هایی که مسئول اتاقهای سخنرانی هستن بیلوکس، جناب بهمن تشریف داریم. بله، درود میفرستم بر شما گرامیان. درود بر شما. درود بر شما گرامی. من به نوبه خودم پیشا قبل از هر چیزی، یعنی پیش از سخن، خجسته باد میگم، شاد باش میگم افتتاح برنامه تلویزیونی رو. امیدوارم که دوستان و یاران در هر کجا که هستن پاینده باشند و پیروز و سرفراز. پوزش از این که من یه مقدار ناهماهنگ بودم به خاطر این که در روم هایی که الان ما در اون روم ها هستیم، از آن یک مقدار بحث ها در همین سمت و سو بود که ما میخواستیم ببینیم اگر دوستان مایل هستن بتونیم بیاریمشون روی خط، و اگر ایراد اشکالی هست پوزش میخوام. امیدواریم که از هفته آینده این ایراد و اشکالامون رو برطرف کنیم و در خدمت شما گرامیان باشیم. اگر امری داشته باشید در خدمتتون هستم. شما در برنامه های اخیر و مبارزات اخیر از انتخابات، قبل از انتخابات تا کنون، در اینترنت، در این اتاقهای سخنرانی یا تالارهای مجازی، هرچی اسمشو میخواییم بذارین، بودید و شاهد تغییر تحولات سیاسی هم بودید. یعنی میشه گفت یه جوری نبض احساسات و توان، روحیه، حالتهای مبارزین جوان، کسانی که به دنبال مطالب بودند. بله بله، اینو بودید. میتونید یک مقدار توضیح بدین که چه تغییراتی انجام شد؟ آیا اصلا تغییراتی در افکار به وجود اومده؟ یعنی مثلا چیزی که قبل بود، یعنی بریم یه خود قبلتر، پیش از این که در حقیقت انتخابات انجام بشه، زمزمه های قبلی، صحبت های قبلیش، همون زمانهایی که دیگران، یعنی رسانه ها، وایس آف امریکا، دیگه خودشون رو آماده کرده بودن که با احمدی نژاد و یا مخالفینش سر میز مذاکره بنشینن. آیا چه تغییرات شما حس کردید؟ میتونین یک شمه ای بگین که به کدوم طرف رفته؟ خوشبختانه چیزی که قابل توجه اونم اینه که جوانایی که داخل ایران با ما در ارتباط هستن، اتاقهای مجازی، اینها خیلی از ایرانیان که برخلاف ایرانیان که در خارج از کشور هستن فکر میکنن. ما قبل از انتخابات وقتی صحبت میشد که ما اگر قرار جمهوری اسلامی رو مورد هدف قرار بدیم، آیین و روش حکومت اسلامی باید مورد هدف قرار بگیره، نه تنها خود حکومت بلکه آیین و رفتارش هم باید مورد حمله قرار بگیره. وقتی ما این حرف رو میزدیم، ایرانی های خارج از کشور نشین به ما حمله های بیش از اندازه میکردن که به ما میگفتن شما با عقاید مردم سر و کار دارید، شما چرا میخواهید دین مردم رو برید زیر سوال. ولی خوشبختانه بچه‌ای که داخل ایران هستن، اینا افکارشون با خارج از کشوری ها زمین تا آسمون فرق میکنه. اونا دقیقا میدونن چی میخوان و به این قضیه این که به دین حمله میشه اونا کاملا واقف هم. اونا میدونن که با این جمهوری اسلامی مورد حمله است
نه خود آخون، خود آخون به تنهایی هیچ کار است. چون که شما، اگر من باها هم گفتم، شما وقتی در زندان ها از اگر نگاه میکنید برای قطع کردن دست و پا، هیچ موقع آخون نمیاد این دست و پا رو قطع کنه. فردی میاد به اسم دکتر میاد این دست و پا رو قطع میکنه یا چشم رو در میاره. این فرد نسبت به اون اعتقادی که داره میاد این کار رو میکنه. آخوند نیست، یک دکتره، ولی چون که اون اعتقاد مذهبی که داره، اون آیین یا اون روشی که در ذهن خودش ملکه. صداتون کم شد. صدا کم میشه، احتمالا ایرادش از اینجا. اگر اجازه بدید یه چند لحظه من ببینم. الان صدا درست الان؟ نه نه، باید بیاین نزدیکتر، انگار رفتین دور شدین از میکروفون. الان بهتر شد صدا؟ همچین. بله، یه مقدار ناشی هستیم، تازه واردیم. بله. اگه اجازه بدید از حرفای دیگه این اشکالات رو برطرف میکنم. داشتم عرض میکردم خدمتتون، بچه هایی که داخل ایران هستن، اینا کاملا هوشیار هستن، کاملا آگاه هستن و تمام حرکت ها نشون میده که بچه های داخل ایران همشون رو به سمتی دارن حرکت میکنن که انجام پادشاهی میخواد. انجام پادشاهی چیزی رو که میخواد زدودن این نظام جمهوری، نظام مذهبیه، و بچه های داخل ایران هم کاملا با این قضیه همخونن و همگام. و دیگه این آروهای سیاسی که خارج از کشور نشین ها میزنن برای بچه های ایران بیفایده است، یعنی دیگه هیچ کدوم ارزشی نداره. خوشبختانه الان بچه های داخل ایران، کسایی که مد نظر ما هستن، نه خارج از نشین ها مد نظر نیستن، بیشتر بچه های داخل کشور هست، اینها دقیقا همون کاری رو دارن میکنن که انجام پادشاهی ایران خواسته و هدفش هست. و به خاطر همین الان شما وقتی توی این مسنجر ها آنلاین میشید، میبینید بچه هایی که همشون داخل اینا هستن معتقدن این نظام فقط با مشت و گلوله بین میره، با گل دادن و نمیدونم به فرما، این نظام برو نیست، این نظام حتما باید مشت و گلوله برای زدودن این نظام حتما لازمه. و خارج از نشین ها ولی متاسفانه هنوز نشستن تو اون وادی، افکار دارن سیر میکنن که فکر میکنن کشور خارجی باید بیان کشور آزاد کنن، ولی بچه های داخل ایران به این قضیه کاملا آگاه. سپاسگزارم از شما جمشید گرامی. اگر به من پروانه بدید، من در بوم ها ببینم اگر دوستانی هستن که مایل به صحبت هستن، من دعوتشون کنم برای صحبت. پروانه دارم برای این. بله بله بله، فقط صدای بلنگو رو چیز بکنین که اگر اجازه بدید من یک در کنار صحبت یار گرامی یک صحبت، یک کلمه رو بگم. و من بارها اگه جمشید گرامی یادتون باشه، من گفتم ما وقتی که ایران آزاد بشه، ما یک مشکل بسیار بزرگی با اون 7 میلیون ایرانی که خارج از ایران دارن زندگی میکنن خواهیم داشت. از ایران نمیدونن در داخل ایران اسلام چه بلایی از سر فرهنگ و تاریخ و صنعت و اقتصاد و جامعه و خانواده ایرانی آورده. اینا تو لس آنجلس سفره حضرت عباس میدونن که ایران آزاد بشه، ولی توی تهران دیگه انقدر شکر ملت ایران بالا رفته که اسلام رو مسئله اصلی مشکل اصلی ایران میدونن. خیلی هم البته ما به این مسئله رو کاملا واقف هستیم. الان اتفاقا دیروز بود، دیروز پری روز بود، با یکی از یاران صحبت میکردیم که در تدارک برنامه های مقابله با احمدی نژاد در نیویورک بسیار فعال بود، بسیار فعال، و از این جمعیتی با خودش برده بود و از این فعالیت های این گونه ای داشت، اجتماعی داشت. چیزی که صحبت میکرد و جالب توجه برای من بود، اتفاقا یک پرچمی رو اینها برده بودن، پرچم سبز یکی از همین گروه ها، که روش اون استوانه منشور کوروش بود. یعنی قبضه کردن همین جریان سبز هم در خارج یا تحول فکری اینها. یعنی اینا ببینید
رهبری یک جنبش اینجوری نیست که مثلا بری به اون فرد بگی که آقا از فردا بیا اینجوری بکن. خیر، شرایطی رو به وجود میاری که اون فرد غیر از این کار دیگری نتونه بکنه. این رهبری جنبشه. تمام رهبران دیگه اینجوری نبوده که تک تک تلفن بزنن آقا ما میخوایم این کارو بکنیم، تشریف بیاریم، بیعت بکنیم. نه، اینطوری نیست. و اون مطلبی که یار گرامی گفتن، اسلام ام الفساده این 1400 ساله بوده، آخوند نیست. چه بسا خود آخوند بسیار خدمتهایی کرده در این زمینه. اگر قرار بود اسلام به تفسیر آخوندهایی که مسائل اسلامی رو لطیف نکرده بودند همونجوری به اون صورت خشن موجود می بود، خب خیلی وضعیت ایران وحشتناکتر بود. حتی این خسائلی که به علی چسبوندن که میگن از خسائل و گفته های زرتشت برداشتن تمام اون رو پر کردن، اینا هم یه مقدار زحماتی است که اینا کشیدن، نباید دست کم گرفت. روی این حساب از لبه حمله فکری انجمن مسئله خود اسلامه. خود اسلام قبل از انقلاب اسلامی هم بوده و این مطالبی است که خب ما باهاش سر کار داریم. امکان این هست که کسانی تماس بگیرن از روم‌ها، یا امکانش الان امکان فنیش موجود نیست. اجازه بدیم من کوشش کنم ایمان آفارم بیاریم. ایمان آفار قربونش برم، این سیستمش همیشه خرابه، اگه زنگ نزنه پاسخ نمیده. بله نیستم ایشون. اگر خواستن از طریق تلفن با ما تماس بگیریم، یه درودی گفته باشیم، به قول خودش یک قرشی هم کرده باشیم. سوای تارنمای تندر.org ما در فیسبوک هم یاران هستند. اکثر یارانی که اسم خودشون به اضافه تندر، یعنی آیدی من اونجا جمشید تندر است، حالا یاران گفتن اسم واقعی تو بذار، اینم وردور، نمیدونم کدومش خوبه، تندر بهتره یا فامیلی خودم، نمیدونم سیستمش اونجا چجوری کار میکنه. یک سایت پابلیک داریم در فیسبوک که اخباری که بانو دردانه تهیه میکنه اونجا گذاشته میشه. اونجا حتما نباید عضو بشین، یعنی مثل به صورت یک وبسایت کار میکنه. آدرسش با ایران، ببخشید، www.pedafand.org، اونجا مستقیما میتونین به اونجا برین. اگر همه چی خراب شد، قربونش برم، جمهوری اسلامی از سایت تندر هم نگذشت، حدود دو هفته پیش به صورت مسیف اینا حمله میکردن به سایت تندر.org. علاوه بر اون هم به سایت مشتریای ما در شرکتی که من مدیرش هستم، یا کارکنان دیگه، من استخدام اون شرکت هستم، به سایت های اونجا حمله کردن. اینا دیوونه شدن دیگه، به همه جا دارن حمله میکنن، که خب یه مقدار سیستم های حفاظتی روی این سایت ها هست و بلافاصله یکی شروع بکنه انگولک کردن خبر میده و ما میتونیم بلاکش کنیم. و در اون زمینه ما حملات متقابل بکنیم و خود همین هک کنندگان، کسانی که حمله میکنن، یه سری مطالب رو لو میدن. بنابراین حاج آقا دارو دستت بکش کنار، اونا با ما حریف نیستن، ما بدون نرمش روی دوشک نمیام. اما این سایت های جانبی کمک میکنه که اگر یک بخشی از کار افتاد بخش دیگر انجام بده. اما در همین زمینه هم باید به شما اطلاع بدم، هر سایتی که از تندر انجمن پادشاهی صحبت میکنه، به خصوص در لحظات کنونی، اجالتا با ما ارتباط نداره. سایت هایی که ما تاییدشون میکنیم از طریق تندر.org شما اونا رو میشناسین. اگر اونجا موجود نیست، با ما نیست، رژیم روی سرویس دهنده های ایرانی مثل میهن بلاک، بلاک فا،
دیگه نمیدونم لیستش چیه، روی اونها فشار میذاره، آی پی های اونها رو باید در اختیارشون بذارن، اگر نکنن خود اون بدبخت ها باید میفرستنشون زندان و اتهام بهشون میزنن. یه ماش وحشی هستن اینا، اینجوری دیگه نمیشه باهاشون کرد. تمام سایت هایی که اینجوری بذار بروک بهتون بگم، تمام سایت هایی که به نحوی از آنها از انجمن پادشاهی تندر یا فلان صحبت میکنن در سرویس دهنده های ایرانی هستن، بلاک فا، میهن بلاک و الاخر، اونها مجبورن زیر قوانین جمهوری اسلامی کار بکنن، حالا آدم خوبی باشن یا بدی باشن، یا خودشون تخم حرام باشن یا نباشن، تفاوت نداره. جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران قادر هست کسانی که اونجا لوگین میکنن، اطلاعات میذارن، آیپیشون رو ببینه و آیپیش اگر از فیلتر شکن استفاده نکرده باشه و از پروکسی استفاده نکرده باشه و آی پی اون پرووایدر میره تلفن میکنه این آی پی مال کی بوده، آدرس هم اونا تلفن میدن و میره خیرش رو میگیره و مجبورش میکنه پاسورد و همه چیزش بده و از اون لحظه به بعد این سایت در اختیار جمهوری اسلامی است. بنابراین اتفاق نیفتاده در گذشته، ولی یاران با این تارنامه ها تماس نگیرن. کسانی که نمیدونن چه شخصی پشت این وبسایت هست، به خصوص وبسایت های ایرانی، اگر هم فرد خوبی بوده و قابل اطمینان بوده که بودن، یاران خوبی بودن، وبسایت درست کردن در همین بلاک فار در سیستم های دیگر، ولی اینها میتونن ضربه پذیر باشن و ضربه بپذیرن. امروز یار ماست، ولی وقتی دستگیر شد دیگه یار ما نیست. این قاعده است که بعضیا نمیفهمن. یاری که تا دیروز با ما بوده، دست در دست، مطمئن، جیک و پیکش، همه چیزش اوکی، قابل اعتماد و فلان، این در صحنه ایران میتونه دستگیر بشه، میتونه زیر شکنجه بره، میتونه همه چیز انجام بشه. به صرف این که این یار من بوده، نباید به این مسائل اعتماد کنید. روی اصول تاکید بکنید. اصول تمام این فنون مبارزاتی هست که شما باید رعایت بکنید. اطلاعات خصوصی در اینترنت ندین. ایمیل های ایمن استفاده بکنید. این آموزش ها رو جدی بگیرید. این آموزش ها جون یاران رو نجات داده و به خاطر دستیابی به این آموزش ها بچه ها کشته شدن، شکنجه شدن، زجر دیدن. نگید حالا بلش که ما خودمون همینجوری بلدیم و من خدایی نمیدونم هکرم و فلان و که هیچکی منه نمیتونه، یه حرف اصلا مطرح نیست. شما بهترین آدم باشین، مثل من سابقه 18 ساله در اینترنت داشته باشین، میتونین اشتباه بکنین. اشتباه جزو خسائل انسانه و یعنی ماشین میرودیم. این تنها انسانه که یک کار 10 بار این هم نمیتونه انجام بده، حیوانات دیگه 10 بار میتونن انجام بدن و اینتلیجنسشون به حدی هست که مطالب روتین میتونن انجام بدن. یه گنجش 10 بار همونجوری آب میخوره، جوری دیگه نمیتونه آب بخوره. ولی ما یه دفعه این ور میخوریم، یه دفعه نمیذاریم، همه این کارا رو انجام میدیم و هر کاری که انجام میدیم گرچه تکراری هست ولی کار نو هست و در کار نو چون تجربه موجود نیست اشتباه میکنیم. این فلسفه رو همینجوری کوتاه بگیرید، ضبط کنید، دوباره گوش بدید. این فلسفه ایست درست. ما 5 دقیقه دیگه وقت داریم و اگر توجه بهش نکنین ضربه میبینین. ضربه هم در این روزها زیاد خوب نیست. مگه نمیخواین آزادی ایران رو ببینید؟ شما تکاوران مگه نمیخواین آزادی ایران رو ببینید؟ من میخوام آزادی ایران ببینم. قرارم نیست کشته بشم و به قول طنزپرداز معروف هادی خرسندی، آدم نباید به خاطر عقایدش کشته بشه، باید زنده بمونه و عقایدش رو به واقعیت تبدیل بکنه. ما هم همینو میخوایم. ما همین صحبتی که الان یاران میکردم، ما مجاهدین نیستیم بنازیم به این که چقدر کشته دادیم. اتفاقا این ابله‌ها باید بدونن که از نظر ما چیز مردودیه، یک سازمان قلابی و با رهبری احمقانه است که اینقدر کشته میده. یک سازمان باید مثل انجمن پادشاهی باشه، کم کشته بده، افتخار نکنه که کشته شدن، افتخار نکنه که یارانش زندانی شدن. نه، اگر یارانش زندانی شدن و ضربه خوردن شکسته، افتخار نیست. اونها میان لیست طویل المدت، از
اون پنج نفر اول که اسمشون الان یادم رفته، قنچی و این جوانان در اون زمان کشته شدن، همینجوری لیست طویل درست میکنم، وبسایت درست کردم، همش عکس این جواناست و اینها رو به کشتن دادن با وجود اینکه اسلحه داشتن، پشتیبانی قدرت داشتن. یعنی چی آقا؟ من این همه پول داشتم، این همه امکانات داشتم، این جوانان رو به کشتن دادن و نشانه سرسختی و نمیدونم چیزشون با رژیم میدونم، که اینا برای ما از دید ایرانی ننگه. دید ایرانی این رو نمیگه که کشته شدن به دست دشخیمان این افتخاره. خب خدا بگم چی کارت کنه جناب ایمان، صبر کن. خب درود بر شما، این سیستم اینترنتی شما باید درست بشه حتماً، وگرنه این فایده نداره. یکی از افرادی که مورد هجوم جمهوری اسلامی قرار داره، شما مسئول موساد هستین ها، موساد در انجمن پادشاهی، یا همچی فردی در لحظه آخر نتونه در برنامه شده بودم، بعد رفتم به CIA، بعد حالا موساد هستم، بعد حالا افسر عالی رتبه، افسر عالی رتبه موساد. درود در شما، خوش اومدین به اولین برنامه تلویزیونی اینترنتی. بله، شاد باش. میخواستم بگم به این گشایش این تلویزیون رو، گرچه ما بعد شاد باش میخوام بگم به فروج فولادوند، این ابرمرد تاریخ که کار خودش رو داره ادامه میده و ما مدیون فعالیت های ایشون هستیم در طول این 18 سال گذشته، و درود بیکران به تمام رزمندگان، تکاوران انجمن پادشاهی و تندر در داخل ایران. من زیاد صحبتی ندارم بکنم، یعنی امروز جاش نیست، فقط تنها مطلبی که خواستم این رو عنوان بکنم و در برنامه های آینده حتما شما نشون خواهید داد، مسئله اینه که جمهوری اسلامی الان تمام حمله خودش رو به انجمن پادشاهی و گروه ما داره انجام میده و بارها و بارها در فیلم هایی که ما دیدیم و رسانه های داخل ایران، انجمن پادشاهی رو به عنوان تنها دشمن جمهوری ننگین اسلامی دونسته و میدونه. از این نظر من از تمام یاران انجمن خواهش میکنم اگر کسانی به عنوان دوست و یار انجمن نزدیک شدن و خودشون رو یار انجمن و دوستدار فرود فولادوند نشون دادن، قبول نکنید، باور نکنید، نامشون رو به ما بدید، از طریق همون info@tundar.org به ما بدید، اجازه بدید ما در مورد اونها تحقیقاتی بکنیم. برای این که شما میدونید جمشید گرامی که در طول این یک سال گذشته چندین نفر به عنوان یار به ما نزدیک شدند و همونها میخواستن من و شما را از بین ببرن. حالا البته در این مورد هم ما یک برنامه خاصی به اتفاق در مورد تروری که میخواستند روی ما دو نفر انجام بدن باید صحبت بکنیم. فقط خواستم این موضوع رو یک بار دیگه تکرار بکنم که در حال حاضر از یک سال گذشته به بعد تیره تیز دشمن، یعنی جمهوری ننگین اسلامی به طرف انجمن پادشاهی و یاران انجمن پادشاهی هست و این دشمن رو میخوان اینها از بین ببرن، برای اینکه ترسی از سایر انجمنها، احزاب و گروههایی که خودشون رو به صورت اپوزیسیون نام میبرند و اعلام میکنند اصلا ندارن، با اونها هیچ رابطه بسیار خوبی دارن، فقط ترسشون از بچه های انجمن پادشاهی در داخل کشور و طبق ادعایی که جمهوری اسلامی میکنه اینه که من و جمشید ماها طراح تمام
عملیات مشت و گلوله و خرابکاری های داخل هستیم، در صورتی اصلا همچون چیزی وجود نداره و فقط و فقط بچه های داخل ایران این تکابران خودشون این کارها رو انجام میدن و ما به عنوان منعکس کننده و بازتاب دهنده کارها و اخبار این جوان های داخل هستیم. اینا البته خوب می بود اگر یه همچین قدرتی ما داشتیم و طراح همه این جوانان بودیم. جستش بعد بود رو خواهیم داشت که حتی به یاری خدا این عملیات رو فرماندهی کنیم، یعنی انجمن پادشاهی این عملیات بچه های داخل رو فرماندهی کنه، ولی شوربختانه تا به حال این شانس رو و این اقبار رو نداشتیم که این کار رو بتونیم وظیفه همون هم یعنی در توانایی ما نبوده که انجام بدیم. آبا اصلا وظیفه ما نیست کسی که در محله میتونه این کارا رو انجام بده. از با ایمیل اینا یک فیلمی درست کردن، حالا مراحل بعدی ما این فیلم ها رو چیز خواهیم کرد، نشون خواهیم داد، فیلم های تبلیغاتی روزنامه های محلی هم خواهش میکنم یه ترتیبی داده بشه که از طریق تلویزیون نشان داده بشه که ادعای جمهوری اسلامی در باب این که ما تمام عملیات رو، من و شما این عملیات رو رهبری کردیم و داریم میکنیم، این رو ما نفیش بکنیم. ای کاش که این کار رو میکرد بابا شما از این رو نفت کنیم. من کار رو میدونم اگر این کار رو میکردم، ولی شوربختانه به خاطر فاصله زمانی این کار اصلا عملی نیست و ما واقعا هم این کار رو نکردیم و نخواهیم کرد. نه اصلا گور پدرشون هیچ نفع هم نمی کنم، همش ما کردیم، از این به بعد هم می کنیم، خوب هم کردیم. یک دولتی که انجمن پادشاهی، یک دولتی که ایمان گرامی، یک دولتی که فیلم تهیه میکنه علیه دو نفر در خارج از کشور که کارشون کار رسانه‌ای است و در اون فیلم میگه که اینها دو تا ایمیل به یه سری از جوانان در ایران زدن و این جوانان تبدیل به نیروی مبارزاتی شدن و اینا دهن ما رو سرویس کردن، این رژیم لانگو انداخته. بله به خاطر همین هم اون فیلم اولی که پخش کردن برای خفه شدن این داردسته حسینیه شیراز بود، برای اینکه خب اونجا واقعا کشته شدن، یه 200 خورده هم زخمی شدن، 24 نفر در اون انفجار کشته شده، این 24 نفر رو کردن 14 نفر برای 14 معصومشون. بعد دوتا بچه هم کردن توش، علی اکبر و علی اصغر این چیزشون، و 205 نفر هم زخمی شدن. بله این شده، ولی 24 نفر کشته شده. یه فیلم درست کردن این هایی که در جبهه جنگ دستشون از دست دادن این ها رو اووردن از اون فیلم برداری کردن به بهانه این که این کار رو بچه های انجمن پادشاهی کردن. بله بله، حالا بخش انگلیسی زبانش هم پرس تی وی هم اون یه سریال درست کرده علیه انجمن پادشاهی، گروه تندر انجمن پادشاهی. اون خانم هم چقدر قشنگ انجمن پادشاهی میده، با وجود این که اصلا بریتیش انگلیش صحبت میکنه و فکر کنم انگلیسی هست، و اونها رو ما تک به تک این فیلم ها رو خواهیم گذاشت و دروغ هایی که اونجا بیان شده رو عیان خواهیم کرد و نشون خواهیم داد که اصلا درماندگیشه آقا جان جمشید و ایمان در لس آنجلس و دردانه فولادوند در لندن 4 تا ایمیل میفرستن ایران، ایران میریزه به هم. عجب قدرتی دارن بابا، دممون گرم که قدرت داریم. و خب خیلی خوبه، خیلی خوبه، ما مثلا تکذیب نمی کنیم، ما با همین ایمیل دهنتون رو سرویس کردیم و بازم می کنیم. و خدا در این طول 30 سال رژیم جمهوری اسلامی تا به حال بر علیه هیچ اپوزیسیونی همچون برنامه رو در دست به ما اولین اپوزیسیونی هستیم در رژیم عمل کردیم و اینها این برنامه ها و این فیلم ها رو درست کردن فقط به ویژه انجمن پادشاهی. دقیقا، اصلا کسی دیگری رو نداریم تو این زمینه و
قول بهتون میدم که در آینده هم همینطوری خواهد شد، یعنی تفاوتی نداره. وقتی که الان آقای شما آقای سکویی رو میشناسیم، ما به اتفاق پلوی ایشون بودیم درباره مطالبی صحبت کردیم که گفتیم آقا تو اگر طرفدار ایران هستی و صرفا آقا رضا و کاسبی نمیخوای بکنی اینا، بخشی از برنامه‌ت ما حاضریم بخریم. ما بودجمون اونقدر نیست که یک رسانه تلویزیونی رو بگردونیم، دو ظاهراً بودجت اینقدر هست که نصفش رو بتونی بدین، نصف دیگه‌ش رو ما تأمین می‌کنیم و برنامه ها رو می‌ذاریم. وقتی ایشون چی گفت، اون فیلم هم بهش نشون دادیم، اولین عکس اولی که ایشون نشون داد گفت که پاشیم بریم ایشون یه سیگار بکشیم. و ایشون الان درباره بهمن جازویی صحبت کردن و البته خب دیره، ایشون میبایست بیشتر از اینا این کار رو انجام میدادن و کارهای دیگر رو انجام میدادن، ایشون میبایست به راه درست میمدن، ولی خب تاریخ ایشون رو مجبور میکنه دنبال وقایع را بیافتن و نقنق کنان زغزغ کنان دنبال این مطالب را بیافتن، به خط اصلی بپیوندن. هیچ اشکالی نداره، بهتر امروز این کار رو انجام بدن تا فردا. برنامه ما به پایان رسیده، الان ساعت 12:30 به وقت لس آنجلس هست، تهران ساعت 1:30 یک و خورده ای هست. اونایی که اهل دیگه 12 باشه نیست؟ تهران بله 12:30 دیگه، بله 12:30 بله. اروپا هم الان خب سر شب عرخوراست، 9:30 شب اروپا بله. بله و امیدوارم پوزش ما را بپذیرید که وسایل تکنیکی ما کامل نبود. فکر میکنم هفته آینده این مقدار کامل تر باشه. من در اینجا من لازم میدونم جمشید گرامی، اگر یاران و دوستانی که الان این برنامه رو میبینن از دوستانشون، خانواده هاشون، فامیلشون خواهش بکنن این ما حمایت بکنن از نظر مالی که روز به روز بتونیم در درجه اول این تلویزیون رو توسعه بدیم، در درجه دوم اون رادیوی ساتلایتی رو هم به زودی راه بیاندازیم. برای که از این که این مخارج رو در عرض این مدت، این در یک سال و اندی دو سال گذشته ای خود ما از جیب بدیم، این صحیح نمیتونه باشه. بالاخره دیگران هم ایرانی هستند و برای نجات ایران کوشش میکنن، همه باید دست به دست هم بدیم تا این مهم رو از جا برداریم. من بسیار سپاسگزارم، پیروز و سربلند باشید و من پیروزی ملت ایران رو بر این دشخیمان جمهوری اسلامی آرزو میکنم. خدا نگهدار. بدرود ایمان گرامی، مسئول و صاحب امتیاز رادیو تندر. خب 10 دقیقه هم گذشتیم، میتونیم بیشتر صحبت بکنیم ولی نمی کنیم. اجازه بدین یه مقدار کارامون منظم باشه و عادتا میباید الان سرود ملی رو پخش بکنیم، امکانش الان نیست. روی اون یکی کامپیوتر من الان برنامه های دیگه رو لانچ کردم به اون حساب. یاران عزیز، گرامیان، پوزش ما رو بپذیرید، هفته دیگه یه خود پروفشنال تر تو کار ما نیست، ولی خب اینجوریه دیگه، کارش نمیشه کرد. یه چند تا نرم افزار هست، اونا رو من با تهیه بکنم، اون وقتی بیاد یه مقدار کارامون رو به راه میشه، میتونیم میکس بکنیم، میتونیم صحبت تلفنی رو مستقیما توی پول بیاریم با کیفیت بسیار بالا و حتی تصویر یاران دیگه، تصویر مثلا بانی دردانه از استودیو لندن بتونن نشون لایف اینجا باشن و مسائل خبری رو تفسیر بکنن. ایمان آفار، روابط و
گزارش کارهایی که کرده در عرض هفته رو اونو بیان بکنه و همه اینجور جریانات. خب خلاصه خیلی کارا داریم روی این حساب. سپاسگزارم تا این لحظه به برنامه نخستین برنامه ما شکست پکسته ما توجه کردید. سرود شاهنشاهی و سرود ملی ایران رو در ذهن خودتون داشته باشین. آخرین پیک رو از این جام میخوریم به امید پیروزی که عنقریب نزدیک است. و درود به شما فرزندان آریا بوم، پادشاهان ایران میفرستم. پاینده ایران، برقرار آیین ریشه‌ای و کوبند تندر. خدا نگهدار.